خوش اومدید به شای پرچونه گپ میزنیم All Walks of Life دوستان اگر اشکالی صد... مشکلی در پخش و صدا و هرچی هست میبینید به ما خبر بدید روی واتساپ روی تلفن 310-896-7524 ما در خدمتون هستیم مستقیما میتونید تلفن بزنید و برنامه امروز در خدمتون هستیم فقط خواهش میکنم که اجازه بدید من قسمت اول برنامه رو تاپیک برنامه رو بگم بعد در خدمتتون بخ... خب خب. در خدمت تتون هستیم که راجب به موضوع با هم صحبت کنیم موضوعی هست بسیار مهم که باعث دلخوری ناراحتی مشکلات دعوا جنگ در بعضی مواقع دیپریشن و بیماره روانی در بعضی مواقع جنایت میشه بین زن و مرد امیدوارم درد سر نباشه نه <applause> نبوده بین زن و مرد ایجاد این مسائل و مشکلات رو میکنه و این موضوع رو ما میخوایم امروز کمی صحبت کنیم گرچه جستی به صحبت کردیم راجبش و امروز هم یک دیگه میپردازیم بهش فرقی نکرده تا حالا فرقی قرم. نخواهد کرد فقط به عنوان تفریح ما پرچونه رو انجام میدیم که آقا انجام داده باشیم <applause> آقا ما رفتیم اونجا شما نبودی دادش بله خلاصه و اون توقع از بانوان محترم take it easy on the ladies is a matter of nature and the value system سوژه امروز ماست به خانوما سختگیری نکنید هر رفتاری میکنن حالا ما انتقاد زیاد کردیم که این چیه این چیه این چیه این چیه قصد ما سختگیری نیست قصد ما اینه که بگی آقا این انتقادات تو این رفتارها هستش حالا ممکنه رفتارهای مردون هم انتقاداتی داشته باشه که صد درصد هم داره و پایین قیف بارم لاین اون تای اون حرمه به اون عظمت حالا شکل حرم یا چی دیگه است بگذاریم <applause> میرسه به اینکه آقا نیش اغرب از یکی از خلاصه حالا من نمیخواستم اینو بگم ولی گفتم شما هر چقدر قضیه رو, رو روی زن تکیدیزی کنید و آسونتر بگیرید و بیخیالی تر تی کنید خ... راحت ترین خیالتون راحت تره هرسایی که مردم میخوان از رفتارهای زنونه هیچ متقابلش تو وجود زنان نیست اونا از این هرسا رو مردا نمیخورن خیلی راحته دست چیزهایی که هر موجودی هر موجودی ماهی هم داره شنا میکنه اگر غذا به دستش نرد یا بره دنبال غذا و نتونه بگیرتش عصبانی میشه فرق نمیکنه عصبانی شدن دلیل برای نیستش که یه چیزی روی منطق یا روی ارزش و اخلاق و حالا هر چیزی که برای ما قابل منیپولیت کردن و قابل کنترل هستش برمدن اون انجام شده بشه آدم ممکنه عصبانی بشه و زنها عصبانی میشن دست مردا و چیزایی که دست مردا به دستشون نمیرسه ولی یه چیزی که مردا رو خیلی عصبانی میکنه و از زنا متنفر میکنه ببین چه بلایی سرت اومده ببین واسه چرا که چجوریسته؟ چلو چه چرا چه زوندن از زنامی ناراحتی داری چه زوندن کی تو چه زونده معلومه چه زوندن <applause> این کسی رو که می چه زونن میشه که میگم دو تو رو چه <applause> اون کسی که توقع داشته باشه از طرف مقابلش اون کسی که برای توی قول و قرار و تعهد و توقعی و بعد دلش بشکنه من خوشبختانه هیچ موقع توقع نداشتم و هیچ موقع تعهد از هیچ زنی نخواستم چرا؟ بخاطر آقا نچرلیو و طبیعی زن برای تعهد و توقع این چیزها ارزش قائل نیستن و ما اینا رو در طول سالیان سال میدونی که من از عیسی مسیح تقریبا سه سال کوچکتر هستم در طول این سالیان سال مدید که <applause> هیچ کسی اون اولش ندید ما رفتارا که دیدیم همش مشابه همدیگه است میخواد این دختر مال کوبا باشه میخواد مکزیک باشه میخواد مال روسیه باشه میخواد مال ایران باشه میخوام دوبی باشه میخوام آفریقا باشه میخوام افغانستان باشه مال چین باشه فرق نمیکنه در رابطه با مرد این رفتارها همه چهار تا دو تا چهار تا سه چهار تا حرکت خیلی ساده است یه برنامه داشتیم با یکی از خانمایی که شنونده برنامه بود بعد تو برنامه شرکت کرد دو سه بار یه برنامه اسمش بود زنها رو نمیشه شناخت یا خانمها رو نمیشه شناخت اون تیمار جان خیلی راحت میشه شناختی نمیشه شناختی وجود نداره دو تا ست حرکت خیلی ساده هستش که تمام از شمال و جنوب و شرق و غرب کره زمین تا اینکه شمال برسه به جنوب از این هم شرق برسه به غرب زنا در طول تاریخ و احتمالاً قبل از اینکه تمدنهای چند میلیون سال گذشته کنفیکون بشه صاف بشه تبدیل به نفت بشه و دوباره بعد جنریشن های جدید بیان و تمدن های جدید اینکلودینگ همونا و تا روزی که کره زمین یا کرات دیگه ای موجود فیملی به عنوان زن رو تولید بکنه از تو خاک در میاد همین چهار پنج چیز دیگه ای هم نیست و چیزی که مرد عصبانی میکنه اینه که نمیفهمه که این داستان داستان طبیعت زن و زن روینا وایره یعنی سیم کشی شده <applause> تو نمیتونی کد عوض کنی این چراغ اینجا هارد وایره شما هر چقدر سیگنال الکترونیک بفرستی تا که اون کلید برق نزنی روشن نمیشه وقتی هم که تا کلید نزنی خاموش نمیشه حالا کلید اینجا رو میزنن کلید کنترل رو کلید اینجا اون برق نزنی رو برق مرز روشن همین فلورسنت همین نور میده تا به بمیره خاک بشه بره شما هر چقدر خواهش کن تمنا کن کد بفرست برنامه بذار ربون شونست و تش دوزی بده اینا هر چی از اینا رو بکنی همونی که هست از هارد وایر و وقتی که مرد توقع غیر اینو داشته باشه بگه آقا من اینقدر رفتم این کار کردم من این کار کردم من این کار کردم من اینقدر نمیدونم خرج کردم من اینقدر رفتم واسه دعوا کردم من فلان کردم بیسار کردم بعد مثلا اون مردی که مثل شطور میمونه بچه پول داره رو انتخاب کرد رفته زنش شده رفته دوست دخترش شده خب عزیز من همینه این طبیعت این هارد وایره واسه همینه که شاکی نمیشن مردایی که حواسشون هست و زن رو میشناسن از زن شاکی نمیشن ولی پریکاشن و تمهیدات لازمه رو به دست عمل میکنی یک never ever go to any contract قرار دادی با اون نمیبندی که اون ملزم به اجرا باشه زنا با قول کاری ندارن میگن قول مرد قول زن قول از روی سیستم از روی ولیو سیستم مردونه است که واسه مرد ارزش داره از یه طرف هم مرد با مرد, مرد طرفن مرد وقتی قول میدن انجام ندن یارو میاد با چماق در خونش میزنه دک و دهنش خورد میکنه اگر مهم باشه ارزش داشته باشه اگه نداشته باشه چهار تا همون وسط خیابون لیچار بارش میکنه و میگه گور بابا دیگه نمیخوام دور بر من پیدا بشه بس که چقدر ارزش داره اگه بیشتر ارزش داره یارو ممکنه کارهای بدتر هم بکنه چون میدونه قول دادی به یه مرد و نباید زیرش بشه چون اون ولیو سیستم مردونه است که رو قول مردونه میره جلو زن با قول کار نداره نه که زنا بدن نمیدونم زنا نمیدونم شعور ندارن و نمیدونم نه حرفا نیست خیلی هم شعور دارن خیلی هم خوبن خیلی هم همه چیشون درسته مسئله نیست اکثرشون رو میگم خانما نگن همه منظورم همه نیست میگم خانما همه خوبن آدم آدم نرمال و خوب و با ارزش هستن بر نخوره منظورم همه نیست همیشه میگن که شما بگو ن... نگو همه خیلی خوب همه منظورم نیست مشکل اینجاست که زن رو ولی سیستم مرد کار نمیکنه قول چیزی نیستش که نگه داشتن اون قول به زن احساس ارزش بده در چشم مرد یا در چشم اون کسی که آخه آدم کاری که میکنه بهش احساس ارزش میده در چشم کسی که بهش احساس ارزش میده که ولیو سیستمش یا سیستم اخلاقیش و سیستم ارزش ارزش های زندگیش با اون یکی باشه وقتی که ولی سیستم تو با اون یکی نیست غل دادن به چه ارزشی داره چیزی که اونو خوشحال میکنه اگه تو رو خوشحال بکنه یعنی ولیو سیستم شما یکیه گل آفتاب گردون به این زیبایی آقا جون قول نمیتونی ازش بگیری که وقتی آفتاب رفت اون طرفی چون من اینجا هستم و من اینجا تمام زندگی رو گذاشتم که از تو نگهداری بکنم تو روتو بر نگرد اون طرف آفتاب و اون طرفی میچرخی حالا گل زیباست مثالم هم زدیم که در مثال مناقشه هست در این مورد خب آقا اون سیستمش اونجوری اون چی که تو رو خوشحال میکنه خوشحال نمیکنه نه به خاطر همین تو ازش نمیتونی قول بگیری چیزی که اونو پابند میکنه والیو سیستمشه هر کسی ولیو سیستم زنونه تو مسائل ولیو سیستم مردونه نیست به خاطر همین چیزهایی که برای مرد ارزشمنده برای مرد نشانده قدرت نشان دهنده موفقیت نشان دهنده کردن به قول معروف بارز بودن سمبل شدن سری تو سرا در آوردن در جامعه هستش برای زنان هیچ ارزشی نداره زن رو باید ببینن کی بیشترین قدرت رو پیدا میکنه حالا یکی داشت میخواد از چی کنه میخوان بزنن هم دیگه رو میخوان برن سر کار پول در بیارن میخوان مافیا باشن میگفت تام لاکس که <laughs> women don't care how sausages made زن ها کاری ندارن که سوسیس و کالباس اینا چجوری درست میشه <laughs> سوسیس اگه شما بدونید چطوری درست میشه از یک کیلومترشم هم رد نمیشید هر سوسیسی هر جای دنیا همیشه هر موقع. شما از یک کیلومتری سوسیس هم رد نمیشه، اگه بدونید سوسیس چجوری درست میکنن <laughs> بگذریم حالا و women don't care how sausages made کاری ندارن شما بزنید تو سر کله هم دیگه به هر دلیلی شما میخواید یه رشادت هم. نمیدونم شهادت هم. نمیدونم برای دینتون میخواید برید برای خانوادهتون میخواید و اخلاقتون میخواید برای, فرهنگتون میخواید برای, پولتون میخواید برید برای مدال طلا میخواید برید برای پول میخواید برید من نمیدونم اولیو سیستم شما چیه برای چی میخواید در این مبارزه شرکت کنید هر کی برنده شد بیاد اینجا بچه دار بشم من ازش و خرج بچه منو بده و خرج زندگی منو بده این عموم خانم ها هستش بله هستند انترپرنر هایی که به میلیون ها دلار و به بیلیون دلار رسیده درآمدشون بله هستند زنهایی که به مرد احتیاج ندارن بله هستند زنهایی که برای خودشون کار میکنن قرار شد بشینه سر یه میزی با مردی کافی بخوره به خاطر اینکه میدونه مرد مرده میخواد لباسای این خانمو بکنه سون و اون آقا باید دست بکنه تو جیبش سیستم فرمول انجام بده اگه اینو میخواد آقا والا سر میخوام نمیخوام همین حرفایی که میبینی هستش بله البته هستن خانوما میرن سر کار برای خودشون یا نمیرن سر کار برای خودشون یا استاک مارکت کار میکنن یا هنرمندن یا دزدی میکنن یا دانشمندن یا کار میکنن هر کار هر جوری که و پول در میارن خانوما اگه شرکت کنن در بیزنس ها میتونن در بیارن ولی وقتی قرار شد بشینه توی خونه ای با یه مردی اون پول واسه مرد خرج نمیکنه چون ولیو سیستم زنونه این نیستش که من از مرد حمایت کنم ولیو سیستم این ولیو سیستم این اون چیزی که روش برنامه ریزی شدی تو رو اون قضیه هارد وایری خیلی اون قضیه رو باید به ضرب و زور کتک و ترینینگ و بدبختی از مغز یه مردی بیرون کنه همین میبینیم ما مردیم آسمون رفتیم زمین رفتیم هنوز چهار تا مکتا هنوز میترسن بگن ما تنها میشیم پس تنهاش شدیم که یه لیوان آب به دست من بده بعد کار نمیکنه خاطر اینکه اون سیستم خیلی قوی تر از اینا هک شده ولی طرف میگه که آقا تو سیستمت هرچی هست با اون ولیو سیستمت میری جلو این با ولی سیستم خودش میری جلو این برای ولی سیستم تو ارزش قائل نیست و چون برای ولی سیستم تو ارزش قائل نیست تو باید توقعات تا رو این قضیه ست بکنی میگه آقا جون شما میخواد برید رشادت کنید جنگ کنید افتخار بیارید شهید بشید شهیدید شهید نشدید قهرمانید قهرمان نشدید پشت سر قهرمانی هستید قهرمان نام نشدید میشینید خونه حماسه های قهرمان ها رو نگاه میکنید و اشک میریزید به خاطر که سیستم هارد وایر مردا اینه سیستم ولیو سیستم مردا اینه برای اونا ارزش قائل نیست زن سیستمش برای اونا ارزش قائل نیست به خاطر که زن نمیاد خد پولی هم هر چقدر هم که دارن بهترین ماشین هم سوار میشن خیلی هم گاهی دادم مثلا قبطه میخوره که میگه مثلا کاش منم میتونستم مثلا انقدر درآمد داشته باشم انقدر موفق باشم تو بیزنس انقدر برسم به جاهایی که این خانم رسیده چه از لازم مقام چه از لازم پول چه از لازم ورزشی چه از لازم هم همه چیزا خب ولی وقتی قش کنایه معدنی نشاست نمی خرجونه نمیخواد بده ازدواج کنه خرجونه نمیخواد بده نمیده مردی رو پیدا کنه که خوب و قوی و جوان و خوب باشه و خوب بگه خب من که هم پول دارم من این دنتیستی هستم مثلا چهار تا آفیس دارم تو بیولی هیلز یا یه وکیلی هستم که کل سادن کالیفرنیا من شش تا آفیس دارم حالا مثلا این خونه هم هست این چلغوزم مگه غذا میخوره اینم هم یه میخورم واسه اینم خونشه اینم این ازدواج میکنم دیگه نه هم چیزی چون حمایت از مرد تو ولی سیستم زن نیست حمایت از زن تو ولیو سیستم مرد حکاکی شده نوشته شده میگه آقا کشتی داره غرق میشه آتیش گرفته جنگ یاقیا اومدن زلزله است نمیدونم چه مرگیشون شده میگه آقا ماشینا رو بعد دارین ومن اند فرست زن ها و بچه‌ها رو اول رد کنید هیچ زنی مخالفت با این قضیه نداره یعنی چه مگه ما ما حقوقمون با هم مساویه ما اینجا با هم دیگه در جامعه ارکان جامعه هستیم زن و مرد یکین بردار جامعه این راست میگه بچه‌ها رو خانم‌ها رو اول برید هیچ کس هم نمیگه من خب من که بچه ندارم بچه بچه مادر میخواد من که زن مجردی اینجا وای میسم با همینا میجنگم و میسوزم و تیراندازی تیراندازی که کاری نداره که این ماشه کی ای 47 رو کشیدن که کاری نداره من پشت سنگر رو میسم ماشه رو میکشم نه ویمن اند Children فرست چرا چون که در ذات مرد در والیو سیستم مرد حمایت از زن نوشته شده حمایت از زن و بچه نوشته شده ولی در ولی سیستم زن حمایت از مرد نوشته نشده هر کی میتونه منو حمایت کنه بیاد حالا با هم دیگه من سکسم دارم و سکسم هم بهش میدم و نمیدونم به خاطر سکس من میاد نمیدونم فلانه کارش بگذره بره نمیدونم فلان کنه اینا چشمش چهارت بعد از من نگهداری کنه اگه بی پولی که چشم چهارت من خوشگلم چشمش از من نگهداری کنه اگر من پول دارم یا آدم حسابی پیدا میکنه از من پول دارتر بشه اون وقت باز اون از من حمایت کنه من از اون حمایت نمیکنم خب تو والیو سیستم زن این سیستمی که برای مرد به عنوان رشادت و نمیدونم به عنوان شهامت و به عنوان و اینا واسه زن بی معنی هستن جوکه شما تو این فیلم هم که میبینی مثلا یه, یه انتاگنیست ببخشید پرتاگنیست زن مثلا یه کاری انجام میده این سریال های هستش مثلا زن توش شخص اول مبارزه مثل واندر وومن نمیدونم مثل اینا همه قصه هایی هستش که خب قصه قشنگه این کارا طبیعت زن نیست واسه همینه که میگیم آقا مرد از زن دستور نمیگیره میگه آقا شما از زن دستور میگیری برنامه مفصل داشتیم میگه از زن دستور میگیری میشه اشکال نداره تا اونجایی که معلوم باشه که این داره میفهمه داره چی کار میکنه ولی سیستم منو میفهمه مرد وقتی میخواد بیاد به من دستور بده میدونه با کسی طرفه که ولی سیستم رو خوش میفهمه میدونه دهنش چه جوری واکنه زن وقتی میخواد به یه مرد دستور بده تمام پاور تریپه تمام اعمال قدرت تمام اثبات قدرت <laughs> زنه تو دانشگاهی که ما کار میکردیم اینجا نوشته بود مدیری یه قسمتی بود یه دونه سنجاق سینه رو سینهش بود گرل باس یعنی من یک دختری هستم که رئیس شدم این همه مردا باسن و رئیسن رو می می‌نویسن دود باس because this is not in your system because this is not where you belong because this is not where you can belong مجایی هستش که تو نمیتونی باشی چون نمیتونی دستو بدی وقتی میخوای دستور به مرد بدی باید ولی سیستم بشناسی وقتی قراره که یه مرد به چهارت سباز بگه برید اینجا بجنگید اون میدونه به اون چجوری دست دو خودش هم باشونه ولی وقتی که یه زنی میخواد مدیر یه قسمتی باشه که مردا زیر دستش بخوام برن به کارهایی مشغول بشن که هزار یک مسئله مردونه تو اون کار هست این زن اصلا نمیتونه به اون دستو بده چون ولی سیستم اون نمیشناسه همینی که نمیتونه نه که نمیتونه خیلی خیلی هستن خیلی هستن زنایی هستن که تو ارتشای مختلف مقام های بالا دارن حالا هرچی مقام هایی دارن که پشت سر من قضیه خود زن مساوی مرد زن هوش با زن مرد مساوی اینا در اون مقام ها قرار گرفتن اون کساری که این داره بهشون دستور میده اصلا دنیا و فضای اونا رو نمیشناسه اصلا نمیدونی که اونا رو چه سیستمی آپریت میکنن رو چه ولیو سیستمی هستن که این بخواد اونو درک بکنه و از یه طرف اونو درک بکنه و خودش جزو اونا ببینه حتی اگر نشسته توی کامن سنتری مثلا فرض کن 80 کیلومتر اون طرفتر از اون بارل فیلد یا اون صحنه جنگ میدونه که اون مردی که اونجا داره میجنگه با چه سیستمی کار میکنه و با اون سیستم باش کار هر چقدر خانمو بفرستی شما آموزش ببینه مثلا آموزش خلبانی نیستش که آموزش آشپزی نیستش که دستر اینجوری میکشی این گیج اینجا نگاه میکنی اگه ارتفاع هواپیما اینقدر میری بالا اگه سیگنال فلان دیدی میری به چپ اینجوری نیستش که تو باید در فضای زندگی اون باشی دو تا زن با هم درد دل میکنن چرا نمیان با یه مرد درد دل کنن چرا دو تا زن با هم درد دل میکنن آه این همه مرد جدا بودن. بله حالا بعضی زنا یه دوست گیفرند دارن و میگن ما نه اونا اونا مسخره بازیه اصل درد دل اون زنه با زنه چرا درد دل زنه با زنه بخاطر اون درد دل اون میفهمه با مرد که درد دل کردن نداره به خاطر چی نه به که مرد بی به خاطر که ولیو سیستم مرده با زن فرق میکنه اون درد دلی نداره با اون بکنه دستوری هم نمیتونه به اون بده به خاطر همین از خیلی مردا عصبانی میشن وقتی میخواد زنا بهشون دستور بدن به خاطر اینکه زنا به خاطرش بهشون دستور بدن نه به خاطر که زن شعور نداره بره دیپلم بگیره یا لیسانس بگیره یا مثلا در امور مهندسی بشه خانم مهندسی مثلا فرض کن اینجا دارن پلی میسازن رو بدن یه تیم سه نفری دو تاشون خانم باشن یا آقا باشن اینجا مثلا 18 تا کارگر دارن کار میکنن مثلا 5 تا کانترکتور دارن ساب کانترکتور کار میکنن خانم مهندس بیاد به اینا دستور بده هیچ کدومشون خوشحال نیست از این دستور بگیرن به خاطر اون فضایی که اون زن باید درش زندگی و موجود باید درش زندگی کنه تا حس کنه این آدم و اینا کیان که اینجا هستن چه جوری به اینا دستو بده چه جوری با نرف بزنه پاور تریپ چیه غیر پاور تریپ چیه احترام به مرد چه جوریه بی ادبی کردن یه مرد چیه وقتی یه مردی با تو یه حرف میزنه یه چیزی میگه یه نگاهی میکنه تو وقتی مردی میفهمه این داره با تو صمیمیت میکنه یا بی میکنه همون کار اگه به زن بکنی زن نمیفهمه کار میکنه نمیفهمه رفتاری که مرد با مرد میکنه ممکنه ظاهرش این باشه که مثلا حالا یه حرکتی بکنه یا یه, یه کلمه حرفی یا در بیاد زن‌ها فوراً آفندد میشن چرا آفندد میشن واقعاً نمیفهمه سیستم ولی اون چیه نمیفهم اون برای چی اون نگاهی که به اون میندازه و اون لبخندی که به اون میزنه و بعد سرش میکنه این ور... یه تف میکنه رد میشه خیلی مواقع ممکنه یه حالی کامپلیمنت خیلی بزرگی به اون شخص باشه که بابا با با دمت گرم تو عجب استخونداری هستی عجب شاهکاری زدی اخم بکنه ابروش اینجوری کنه و اینا یه لگدم بزنه به سطل بعد رد بشه این میتونه یه کامپلیمنت خیلی خوبی باشه یه زنه که اونو نمیفهمه بخاطر که رو ولی سیستم اون نیست بلا فاصله آفندد میشه بلا فاصله میگه پاشو محکم کوبید به اون سطله که به من قدرت نشون میده ام دوشتری بیا حالا لاسود فعال کن اینه که گند زدن سیستم غذایی جهان غرب و حالا شد داره به صورت سمبل میره به جهان بدبخت بیچاره عقب مونده لهیده سوراخ سوراخ شده بی سر سامون گمراه چند تا کلمه دیگه بگم چقدر وقت داریم برنامه <applause> شرق داره میرسه علتش اینه به خاطر که یارو ولیو سیستم اونه نمیشناسه آقا زن و مرد با هم مساوی هم حقوق مساوی در جامعه دارن نه خیر حقوق مساوی ندارن نه که حقوق مردا باید بیشتر و بالاتر از زنا باشه یا نه زنا نمیفهمن یا زنا نمیتونن بشینن سر امتحان کنکور مثلا فرض کن مهندسی یا کنکور پزشکی مثلا تست کنکور رو به اندازه مردا بزنن سوالات جبر و آنالیز رو مثلا زنان نمیفهمن حل کنن نه همچین چیزی نیست این حق این که این منظور این حق اینکه برابر نیستن اینا نیستش که برابر نیستن اینا بیسیکه مثل راه رفتن میمونه زن و مرد هم پا دارن تا حرکت کنن از این جهت زن و مرد حق و حقوقشون مساوی از لازی که در جامعه در در جامعه بهشون توهین نشه بهشون تجاوز نشه غذا مسکن بهداشت امنیت حق دارن که هر دوشون مساوی باشن خب بله این میگن حق و حقوق و مساوی نه اینکه آقا ما پنج تا ده تا گروهان ارتشی رو تشکیل بدیم پنج تاشون فرمانده گروهانشون زن باشن پنج تاشون مرد باشن زن و مرد حقشون مساویه یا در این در این گروهانا مساوی زن و مرد باشه که زنان نمیخوان باشن ولی در این گروهان مساوی زن باشه مساوی مرد باشه امتحانش هم این آقا. از این از این نت بریر بر بالا اونجا از زیر سیم برو بعد امتحان تیراندازی اسنایپر سنایپر باید بدی بعد هم باید چاقو و چیز و جنگ تمتن و اینا رو بلد باشی این امتحانات رو بده خب بالاخره همه زنان مثل همه مردم میتونن در این امتحانات شرکت کنن همه زنان مثل همه مردم میتونن هم اینا رو یاد بگیرن تیر یاد میگیرن نت بریار رو بره بالا زنه که سبکتر بهتر هم میتونه بره بالا حال قوی تر میشه اون کلو پشتی میکشه تا تو سینخیز هم میره دو تا ورزش رزمی هم یاد میگیره این همه دخترها هستن ورزش رمز رزمی رمزی ورزش رزمی دارن کار میکنن خیلی هاشون اگه با یه مرد هم هم وزن خودشون بیفتن احتمالی که برندش برنده بشن اگه زیاد نباشه کم هم نیست منظور این که زن و مرد مساوی نیستن یعنی ایناشون مثل هم نیست یا حق ندارن خانم ها تیم فوتبال داشته باشن یا که در مسابقات فلان شرکت کنن ها حالا اگه بعضی جا به خاطر مسائل مذهبی اون ممنوعی یا مثلا دولت نمیذاره من کاری به اون ندارم از لحاظ باور شخصی دارم میگم که نخیر آقا فوتبال آقا یه چیز مردونه است زن چرا بازی کنه هیچ اشکالی هم نداره زن وقتی بودو بودو کردن انقدر بودن سینه هاشون آب میشه پاهاشون قوی میشه نگاه کن دخترایی که فوتبالیست هم همه کلاژن مرداست اون همه کاری که مردا میکنن میکنن اون بدنشون میشه شما هم بودو گوشتای آب میشه سینه‌ت هم لاغر میشه اینجا هم تخت میشه پاهات هم قوی میشه فوتبالیست کاری هم نداره یه تیک بزن بزن که نیست قایس هم دیگه بزنیم شاید حتی بخوام به زمه زنم باشم یه لگت از شما یه زن ف... شما از یه زن فوتبالیست یه لگت بخوری هیچ کم هم از این که از یه مرد فوتبالیست لگت بخوری نیست نمیخوانم کم دیگر رو بزنن آقا یه تیپ یازه مردی دیدون یازه رفری فوتبال دیدون میخوان دومان توپه بودن هم میگه دریپ کنن بزن تو گل هیچ اشکالی نداره تو مساوی هیچ اشکالی هم نداره مسئله این حقوق نیستش بخاطر... بخونت... ولی روی این حقوق یه سری چیزها رو افرادی که خیلی زرنگ هستن خیلی باهوش هستن خیلی ماورای اکثر ما ها که در اجتماع هستیم برنامه‌ریزی و فهم و کنترل دارن اینا رو بهانه میکنن و یه سری سیستم های جامعه رو به این ترتیب خراب میکنن که باعث گردش های مختلف پولی کنترل و قدرت و مسائل دیگه سیاسی بشه نه اینکه نمیفهمن ولی یه سری آدم خوشباور این وسط تومه این قضیه هستن که آقا زن مرد مساوی پس اینجوری پس اشکال نداره اینجا هفت کارگر دارن کار میکنن پس کن لوله گاز دارن میکشن زیر زمین یا مثلا دارن زیر آب جوشکاری میکنن یا اینجا ساختمونه که اینجا کشتی سازیه مثلا یا راهن اون مدیر عاملشون زن باشه چه کاری داره آقا چه کاری داره مگه نوای آقایی بره اونجا دانشگاه درسش بخونه مهندس بشه خب این خانم رفته مهندس شده خب کاری نداره که این فرمولا میخونه میگه آقا اینجا اینقده اون درست حساب کنه این درست کنه میره چک میکنه دستگاه اش و هم داره میره جوشکاری چک میکنه هر کاری که مهندس باید میکنه انجام بده ولی اون نمیتونه به 18 نفر کارگر دست پینه بسته مرده که زیر سنگ زمین زیر آب لای فولاد کار این نمیتونه اون در به اونا دستور بده چرا نمیتونه به اونا دستور بده به خاطر که در فضای اونا نیست اون کارگر رو این مدیر نتیجه خوب نمیده سیستم دون میره دعوا میشه سکشوال هراسمنت میشه لاسوت میشه غیرت یه سری احمق دیگه شروع میشه دو نفر عاشق اون میشن اون از عاشق شدن این احمقی که اصلا خوشش نمیاد باهاش بخوابه استفاده میکنه چهار نفر دیگر رو زیر گل میخوابونه که دیگه بلند نشن و هزار مسئله دیگه چون ولیو سیستم زن رو ولیو سیستم مرد نیست از هیچ کدوم از چیزایی که مرد ارزش میگیره در نظر خودش در نظر مرد و مردای دیگه عمومی بهتون بر نخوره منظورم همه مردان نیست مردای نرمال استریت و مینستریم جامعه کشور دنیا مینستریم مردایی که عمومی هستن نرمال هستن نرمال چیزی که تعدادش زیاده نه اینکه خوبه خب یعنی چی پس اونا نرمال هم پس گیا نرمال نیستن نه نرمال نیستن گیا نرمال نیستن نه به خاطر یعنی بدن یا مثلا کجن نه نرم نیستن یعنی عمومی اکثریت غریب اتفاق و میگن نرم نرم نرمال نورم. نیستن خب گی نرمال نیست لزبیان نرمال نیست ال جی بی تی کیو پلاس نرمال نیست خاطر همینی که یک روز ال جی بی تی کیو پلاس میذارن چون اینا نرمال نیستن ولی نرمال نمودن یکی بدن حق زندگی ندارن باشون بدرفتاری کنیم توهین نه نرمال نیستن اکثر آدمایی که میبینیم مردن به اینا میگن مرد اینا اینا شبیه همدیگه هستن گی نیستن خب منظور اینه اون طرف هم تا موقعی که نرمال هست باید اون ویلیو سیستمی که در اون نرم هست و بتونه بشناسه بتونه حس کنه و به مبنای اون اینا هیچ جایی درس نمیدن به شما مدیریت صنعتی درس میدن معنیش این نیستش که آرایش کن موهات هم جمع کن زیر اون کلا زرده بذار کاسکت زردو بذار سرد بر سر, سر ساختمون خانم مهندس اومده درسته میتونی حق داری درس بخونی ولی تو اونجا باید بری به یه سری مردی که از بچگی دارن تو آهن و سنگ و زخمی شدن و با همدیگه رقابت کردن و کارهای سخت یا تونستن یا نتونستن دارن جون میکنن انجام بدن تو میخوای به اونا دستور بدی It's not in your value system It's not in your, your <applause> تاروپود تو به تو تاروپودت نیست خب that's why حالا شما اگه همینا رو که اینا که خیلی اینا رو خیلی گفتیم اینا معمولا یعنی خیلی گفتم الان 90 درصدش هم هیچ که اهمیت نمیده بعدم تو چالش میوفتن و بعدم میگن که اینو فلان اینطوری شو فلان اینطوری شو حالا شما به طور کلی اگه به عنوان یه مرد بخوای از زن دلخور نشی و ناراحت نشی این خیلی کار سختی من داشتم پیروز به سینا جان میگفتم از شرمندای خوب پرچونه داشتم میگفتم که دلخور به هیچ وجه از زن نشو این زن میخواد آقا دوست دخترت باشه این زن میخواد کسی که دیروز باش آشنا شدی با قرار گذاشته این زن همین الان با آشنا شده تو کلاب یه خود رقصیدین یه خود با هم دیگه خوشو بش کردید حالا میگه بریم خونه بعد وسط راه راش کج میکنه وسط وسط میگم وسط <تصفح> وسط <را. تصفح> میزنین رشتیه بیرون از من وسط راه <تصفح> نظرش عوض میشه یهویی یه بله ما میفهمیم که ممکنه بدن زن در داخل یهویی یه درد بگیره ما میفهمیم اینو اونو کاری ندارم منظورم یهویی یه, یه بادی میپیچه و موضوع عوض میشه است. تو باید راحت باشی چرا ناراحت میشی چرا چون اون به تو گفته که بریم خونه چون اون به تو گفته من فردا میام تو رو میبینم چون تو خیال کردی که اون حرفش همونجوری که هر تو به من قول بدی اگر بزنی زیرش مسخره بازی در بیاری در نظر من مثل یه آشغال میشی در نظر من بی ارزش میشی تو خیال کلی اونم اون احساس داره اون حق خودش میده هر دفعه میخواد نظرش عوض کنه گرچه حق هر کسی از که هر نظرش عوض کنه ولی معمولا مرد وقتی قول میدن روش حساب میشه کرد زن وقتی قول میدن یا ندن هیچ فرقی واسه من نمیکنه شما اصلا اون قول من قول نمیشنوم شما هم نباید ناراحت بشین نباید دلخور بشین نباید بگی آ های کاری رو بکن که در جا یا با ریسک فاکتور بسیار پایین شما بتونین نتیجه ای که میخوای بگیری اگه دختر گفت من پس فردا میخوام بیام دیدن تو شما واسه پس فردا حداقل سه تا برنامه دیگه بذار سه تا برنامه بذار که عوض کردن یا نکردن تو خودت باشه شما اگه میخوای با دخترای دیگه احتمال داره که با دخترای دیگه احتمال داره که شما بتونی اون روز که این دختر میخواد بیاد دیدنت گفته میخوام بیام دیدنت احتمال داره که اگه این نعمت میتونستی با اونا بری بیرون با اونا هم قرار بذار شما با چه سه نفر دیگه هم که قرار بذاری تازه اگه رو اونا کنسل بکنی اونا با ولی سیستم مردونه که نمیبینن قضیه رو با ولی سیستم خودشون میبینن میگم به ها. حتما یه دختره از خودش بهتر پیدا کرده از من بهتر پیدا کرده بازم شاید به احتمال خیلی زیاد به سودت کار میکنه حالا زیاد تو دیتیل اونا نمیخوام برم ولی چیزی که هست شما ناراحتی که از زناب بهتون دست میده یعنی به ما مردا دست میده چه از همون سن 14 سالگی و 13 سالگی و چه سنی ما با دخترها روابطمون شروع میکنیم پونزه، 20 هر موقع که شما اولین روابط شروع میکنی اولین رابطه تو با هر زنی یعنی زن بیرون به صورت رمانتیک منظورم از روابط خانوادگی و زنای فامیل و حرف زدن با اینا نیست من منظورم اولین روابط تو به عنوان یه رابطه بیرونی رمانتیک که با یه دختری میخوای بری بیرون حالا اسم شاید بتونیم بزنیم رمانتیک رومنخیک ممکنه بداریم. تو اون اولین رابطه رو بر مبنای ولی سیستم خودت میذاری قولی رو که میدی میخوای خب فلان روز دقیق در کاری به این کارا نداره میگه باشه فلان روز من میام حالا شد شد نشدم نشد میگه مامانم اینجوری گفت مامانم اونجوری گفت دوستم اینجوری گفت همسایه‌مون قش کرد همیشه هم اینا رو هر موقع به تو بگه تو چاره از عصبانیت و وعده چی تو سر خودت بزنی چاره دیگه نداری چون میگه اینجوری شده دیگه میخوای من چیکار کنم حالا خودم بکشم خب اینجوری شده حالا ممکنه یه نفر قراری با کسی میذاره یه چیزی اتفاقی بیفته ولی معمولا در طول این دیویست دیویست سالی که من زندگی کردم معمولا اینجوری دیدم بحثا و گرفتاریا و درد سرای بیننده های پرچونه که از همون روز اول 21 سال پیشی که ما این برنامه رو شروع کردیم تا امروز هم همیشه همین رفتار زنا بوده بعدش هم حالا تو این همه این دنیای پیچ در پیچ خر تو خر تازه داره دنبال یه زنی میگرده که بیاره تو خونش باهاش زندگی کنه تازه داره دنبال یه زنی میگرده که رو کاغذ بهش قول بده چرا زن رو کاغذ به مرد قول نمیده که من زندگی تو تامین میکنم مگه نمیگن زن ها دارن مگه نمیگن زن رو مساوی مگه زن این زن میتونن زنی تو ولیو سیستمش نیست تو اندیشه و مخیرش مسخره است که من هر چقدر قدرت دارم هر چقدر پول دارم هر چقدر از خانواده پول داری هستم هر چقدر خودم تحصیلات کردم و یا کار کردم بیزنس کردم مسخره است از کی تا حالا که من خرج مردی گردن کلفتی رو بدم حالا دیگه اون گردن کلفته تا موقعی که قرار شد که بخواد من برم تو ارتش بخوام رئیس این بشم من بشم فرمانده اون بشه سرباز و زن باید بتونه همچین آزادی رو داشته باشه که دیگه اون گردن کلفت نیست دیگه من به اون دستور میدم ولی حالا که قرار من خرج اون رو بدم من خرج اون گردن کلفت واسه چی بدم اونجا حالا این گردن کلفته خب به خاطر این این اه... هیپوکرسی و یک بام و چهل هوایی یه جمله ای که هرگز نمیتونی کسی رو مجاب کنی که خود تو این جمله رو گفتی باید انجام بدی یا حالا که انجام نمیدی از بفهم کار اشتباهیه کار زشتیه منو معطر کردی ریسورس من حرام کردی وقت من حرام کردی پولم حرام کردی من این کار کردم این کار کردم این کار کردم توقعم اینو این این بود یعنی چه پس آدم یکی رو برمی‌داره و برم بیرون نهار حتما به خاطر که باش بخوابه می این کارو میکنه شما مرده از کجا پشت کو اومدین الان دوران مدرنه دهاتی نباشید <تصفح> خب نمیتونی مجاب کنی کسی رو کسی رو مجاب کنی شرمنده کنی خب نمیتونی بکشی الان من مثلا من بخوام مثلا فرض کنم قولی بدم به علکی بزنم شکمی زیر قولم ما نمیتونی بیا منو بکشی که ولی خب چهار تا لیچار میتونی بار من بکنی که اونا منو شرمنده میکنه اونا اعصاب منو میخوره من بخاطر اون حرفا رو از تو نشنوم و اصلا تو نزنی تو بگی اشکال نداره آقا به روز باشه آقا لیچاری موقع دیگه من خودم خودم رو میخوره این فکر که من سبق شدم پیش این آدم یه حرف زدم یا رو کشوندم از اینجا تا اونجا یا رو این کار کردم یا رو به درد سر انداختم وقتشو گذاشته خرج کرده این کار کرده اون کار کرده با چهار تا رفیقش تماس گرفته یه کار با من یهویی من بی خیالی زدم یه طرف دیگه خودم خودمو نمیتونم مجاب کنم سر این قضیه کلوز کنم بخاطر همین شده میگن قول مرد سرش بره قولش نمیره یه چیزی به زنم رسید نمیخوام بگم <laughs> مرد سرش بره قولش نمیره واسه اینه به خاطر که از درون اون ولیو سیستمی که نگهبان اون قول توه و تو وقتی این توقع از زن داشته باشی همیشه دلخور دلشکسته و ناراحت و از زن متنفر خواهی بود میگه نیش عقرب نه از کی اقتضای طبیعتش این است تازه 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 همه اینا به کنار اونی که ما میگیم نیش عقرب واسه من واسه من نیشه برای اون ریش نیستش که اون یه کاری کرده میگه او چه توقعی بی خودی داری خب من این کاری کردم حالا این نیش شد حالا این نیشه زهر به شما زدیم نخیر آقا این نیش نیستش که اون میگه من اینجوری کردم اینجوری ولی واسه مرده مثل نیش و مثل نیش در درد میکنه قضیه به خاطر اینکه از لحاظ عقربه نیش نیست اندازه عقربه زندگیشه از زنبور زندگیشه ولی خب تو توقع داری که اون بیاد مثل گربه باید بازی کنه نه مثل گربه نمیتونه با تو بازی کنه و سیستمش اونطوریه سو توقع نباید داشته باشی و اگر قرار باشه که تو کانترکتی تعهدی هرچی بری زمانت اجرایی اون کانترکت و تعهد باید بالا باشه من منظورم نیست که مثلا قراردادهای بیزنسی با سیستمی که زن توشه نبندی منظورم این نیست این قراردادا رو بیمه میره رو وکلا میره رو هزار یک مسئله میره ولی تا اونجایی که ممکنه شما باید بدونی که اهمیت نگه داشتن و اجرا و پشتیبانی از قول از ارزش های زنونه نیست روش حساب نباید بکنی تو جایی هم نباید بیفتی که روش حساب بکنی نگهداری و حمایت از مرد جز ارزش های زنانه نیست تو کاری که قرار شد از مردان نگهداری بشه بهتر از زن دوری کنی چون این تو ارزش ولیوش نیست حالا ممکنه یه جایی یه پلیس بفرستن مثلا فرض کن جا دارن دعوا شده یا مثلا دوز اومده زنگ میزنی به پلیس دو تا بلک اند وایت میاد یکیشون هم زن سه تا مردن یکیشون زن منظورم اون نیست منظورم اینه که تو خودتو گیره یه جایی نمیندازی که با زنی طرف بشی که وظیفه این زن نگهداری حمایت سکیوریتی تو باشه ماچلس خیلی کمتر از اونی که سپورت کردن تو باشه یعنی خرج زندگی تو بخواد بده یا مثلا زن پولدار خیلی از فکر بچگانه مدل فیلم هندی فیلم،, فیلم, ترکی که حالا خیلی مدرنه فیلم هندی های خیلی قدیمی که آقا من برم یه, یه پسری یه دختر پولدار رو پیدا کرده دختر پولدار عاشق این شده و زندگی رو تأمین داره میکنه و حالا با هم دیگه ازدواج کردن و خوبن و فلان اینا زندگی مرد و زن پولدار تأمین کرده با این فکر اصلا نباید بری جلو دنبال یه همچی چیزی نباید باشی چون اگه یه جایی دختر پولداری باشه و یه آدمی که هر چقدر میخواد انسان باشه شخصیت داشته باشه و ارزشمند باشه ارزش مردونه داره برای دنیای زنانه ارزشی نداره دقیقا اون کار خلاف تمام طبیعت و ولیو سیستم و ارزش و اخلاق زنونه است که بخواد بیاد به یه مردی برای اینکه با اون مرد باشه سرویس بده و از اون حمایت کنه و اونو تامین بکنه همچین چیزی نیست اگه همچین چیزی بوی همچین چیزی به گوشت خورد بدون یه نقشه خیلی بزرگتری واسه کشیده شده یه دردسر بزرگتری دنبالش دنبالش هستش که تو نمیبینی یا یک مسخره و دروغی که میخوان باعث خود مچلت کنن بخندن بریش تو بعدم هرگز اون قضیه اتفاق نیفته دیگه اومدن سر قرار رو نمیدونم تو دوست دختر منی و من به تو قول میدم تو من قول دیگه اینا دیگه مسخره های اون تایدیگه دیگه دیگه از این حرف که من گفتم اونا اون تای یعنی خلاصه آقا دو تا چهار تا خلاصه صد کلام به یک کلام شما هیچ توقعی از زن در هیچ روابط و در هیچ قرار و در هیچ تعهدی نباید داشته باشی وقتی نداشته باشی احتیاجی که تو با بودن به بودن با زن داری معمولا در همه جای دنیا برای اکثر مردا توسط زنا تامین میشه حالا هر چی تو مغزشون هست یکی میخواد ازدواج کنه و یه زمانی میشستی عمت با خاله اون صحبت میکرد میومدن خواستگاری و دختر میبردن خونه و بعد تازه این خانوم دستش به مرد میخورد و دست مرد به این خانوم میخورد اون زمان الان پنج شیش غرنه که گذشته در نتیجه میمونه دنیای زندگی دنیای امروز و روابط امروز و و اینکه تو با اون زن با هر زنی که در رابطه با تو قرار میگیره هر چیزی هر رومنسی هر رابطه ای که تو میخوای روش توقع داشته باشی و روش میخوای برنامه ریزی کنی که این بستگی به رفتار اون زن داره کلا این به ضرر مرده چون حرکت هایی که مردا ها میکنن رو ثباته حالا البته یه خوشتیپی پیدا میشه با هجرت دختر هست با یه دختر دیگه میاد حالا دختره فکر میکنه میخواد با این بمونه یا بیشتر از دو شب میخواد با این بمونه بعد پسره میذاره میره همه اینا رو من میدونم هیچ مسئله نیست نمیخواد شما بگی که خیلی پسرام هستن دختره رو میکنن من میدونم خیلی میدونم خیلی میگم خیلی میدونم خیلی, خیلی از این پسرا میدونم که دختره رو ترک میکنن همونجوری که دخترام هم پسرا رو ترک میکنن جز بازی دیتینگ و اون قسمت مورد سوال نیست چون تو دنیای دیتینگ همه دارن هر کی داره یه گاز میزنه نیم خورده دیگری رو یه گاز میزنه میندازه برمیگردن تو مارکت هر کس هم دلش بخواد عوض میکنه نمیکنه یا ولی وقتی تو وارد تعهدی میشی ماورای اینکه که تو احتیاجی داری سکس یا حالا همیشه هم ممکنه سکس نباشه یعنی همیشه هم ممکنه فقط سکس نباشه ماورای سکس تو میبینی دختر خوبی یا میتونی باش لحظات خوبی رو بگذرونی میتونی من بیرون برین من بگیم بخندین چه میدونم چارت برنامه هنری رو با همدیگه لذت ببرید صحبت هایی از همه چیز داشته باشید میشه وقت خوبی رو با هر کسی گذرون ما ورای مسئله سکس و در مورد زن بعد از سکس یه بار دیگه میگم بدون مسئله سکسی اگر که زن در کار نباشه وقتی زن هست بعد از سکس یعنی خانم ها فکر کنن اول اینا رو ما انجام بدیم بعدا سکس اون زنی که حرفو میزنه به در سکس هم نمیخوره حتی اگه بخواد بعدا سکسی به تو بده بهتره که همونجا بفهمی که کار بکارش نشه بگذریم یه پرانتزی بود ممکنه یه همچین چیزی هم شما در دختری پیدا کنی که بعد از سکس من دوست دارم با این وقتی هم بگذرانم روی این قضیه برنامه ریزی نباید بکنی روی این قضیه فکر, نباید بکنی که اون داره با تو لذت میبره از این ساعت بر مبنای اون چیزی که تو داری لذت میبریه این قضیه خیلی سخته هم گفتنش هم به عنوان یه شنونده شما که داری میشنوی تصورش خیلی سخته که این یعنی چی من تو داریم راجع به یه موضوعی حرف میزنیم یا من دارم با یه زنی دارم راجع به موضوعی حرف میزنم با همدیگه میگیم و با همدیگه میخندیم و فلا اینا ولی اون به چیزایی که من دارم میخندم نمیخنده من به چیزایی که اون داره میخنده نمیخندم یه موقع اون داره میخنده رو چیزی که من اصلا اگه بفهمم گریه میگیره یه کتابی بود if you, uh, if you ever know of, or if he will ever know داستان این بود که زنا وقتی در مقابل مردان نشستن یا باشون با رابطه دارن یا برسات در مورد مردا اگه فکرهایی که میکنن مردا اگه میدونستن دیوانه میشدن و if ever نو اون دنیای اون با تو یکی نیست و اگه شما لذتی میبری از بودن با اون آدم باید اینو بدونی که مثل یه خصوف میمونه مثل یه قمر در اقرب میمونه مثل یه نظم و کواکب میمونه در یک موقعی در تختی به همدیگه جور شده این س... سیارات اومدن در یک خط وایستدن بین دو نفر این رد میشه وقتی گذشت تو روی حسابهای تعهدات و صحبتها و برنامه که کردی اون یه هایی ممکنه معدش درجه حرارتش فرق بکنه اون که هیچی اکثر زنایی که شما باشون کار داری یکی دو تا سه تا چهار, چهار, تا چیز بیشتر نمیخوان اینا همه تو همین محدود است و هر کدوم از اینا رو تو تامین بکنی خوبی تامین نکنی از, بق... از, نظر تمام زنهای دنیا اون خانم حق داره که شما رو بنازه تو زد داشخال داره که فکری فکر که مرد رو زن میکنه بعد از سکس بعد از سکس اون فکری که مرد رو زن میکنه میتونه یک هزار, هزار دنیای متفاوت باشه زنها رو میگن نمیشه شناخت برای چی میگن این حرفو به خاطر که نمیدونی که تو کی میخواد فلیپ کنه نمیدونی کی تو میخواد این به هم بزنه این کاسه کوزه خوشگذرانی رو امروز حالش خوبه فردا حالش خوبه پس فردا نیست پس فردا قهره، هایی غهره پس فردا هایی ناراحته حالا یکی میگه فیزیکاله یکی میگه کرمپه یکی میگه پریود پی ام ایسه نمیدونم فلانه هر کی،, هر کی هر کی هر چی که میخواد بگه مهم نیست مهم, نیست. مهم نیست که تو با این موجود طرف هستی. و کسی که اینجا ناراحت میشه چون رفتارهایی که از روی غریزه و هارد وایر رو سیستمی هستش که همه قبول دارن همه کپی میکنن میرن جلو اون رو انجام دادنش آدم آزرده یا اگر مثلا فرض کن این رفتار رو کسی دیگه انجام بدی تو رو آزرده کنه حق خودت میدونه میدونی ولی وقتی قرار شد یه رفتاری با یه کسی بکنی یه برنامه‌ریزی کنی بر مبنای یه فکر بر مبنای یک قرار بر مبنای یک برنامه‌ریزی آینده نگری و بعد اون خراب در بیاد مثل یه پروژه شکست خورده میمونه پروژه هایی که مرده در مورد زن دارن پروژه هایی بسیار متفاوتیه بعد از سکس بعد از سکس پروژه هایی که بعد از سکس مردا در مورد زن دارن، بسیار میتونه متفاوت باشه از هزار یک جنبه اگه خواست مردی بعد از سکس بیشتر با زنی وقت بگذرانه ولی پروژه هایی که زنان رو مرد دارن بعد از سکس معمولا بیشتر از دو تا یا سه تا نیست مگر اینکه یه موجود بسیار عجیب غریبی باشه یا موجود خیلی پلیدی باشه یه یک فرشته کمیابی از آسمان باشه که ممکنه پنج تا در طول تاریخ کره زمین هم وجود داشته باشه اون نمیتونیم بگیم نیست ولی معمولا خیلی ساده تر از مرداست ولی مردم باید بدونن که هر چقدر شما این این دنیای زیبای افکار ولی سیستم خودتون رو گسترش بدید برای یک زنی بعد از سکس برای یک زنی گسترش بدید این برای اون هیچ معنی نداره تو هر زمینه ای از اکامپلیشمنت ها از پیشرفت ها از ارزش هایی که تو داری در نظر جوامع در نظر برد مهندسی در نظر برد فکلتی دانشگاه در نظر داوران کشتی در نظر استادان چه میدونم نسا و دانشمندان فضانوردی و هر چیزی که هست برای اون همش ترجمه میشه به صورت سه یا چهار تا خطی که همشون جمع میشه در یک نقطه به دو تا سه تا چیز ساده باید ترجمه بشه اگه برای اون معنی آره داد داری با زبان اون حرف میزنی و از کجا رسیده این دلار این صد دلاری داره میاد می پایین از کجا اومده مهم نیست اومد پایین به تو نگاه میکنه نه اومد پایین به تو نگاه نمیکنه هر کی دلش میخواد میتونه بره وردر اون عقد نگاه کنه ببینه که چقدر اونجا <تصفح> پول نوشتی بفهم که برای چی همه قبول کردن که شما لیاقت دامادی این خانواده رو داری اگه میگفتی که به کله <applause> فلان 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 من کاغذ امضا نمی کنم اون وقت ببین که چقدر تو رو داماد و لایق خانواده می بگذریم بگذاریم تمامی حرف رو گفتیم که آقا ناراحت نشی توقع تو بیاری پایین رابطت با هر زنی یک سری بچه هایی هستن که من خودم همینجوری بودم ولی خب من زود فهمیدم خیلی از این چیزها رو یعنی میتونم بگم خیلی که اکثرا میتونم بگم همشو یا شاید 99 درصد این چیزا رو قبل از اینکه ضربه سنگین بخورم فهمیدم و خیلی نگرانم بچههایی که جوانتر هستن قبل از اینکه ضربه سنگین بخورن بفهمن آقا جون با زن باید چه رفتار کنه چون ضربه هایی که مردا از زنا میخورن از جامعه زن رو نمیخورن این ضربه هایی که از روی کینه بد پلیدی پستی غرض و اقراض و مرض و نمیدونم که زن و رو مرده دارن هیچ کدوم اینا نیست زن دارن را سیستم طبیعی خودشون و همین سه چهار تا موضوع ساده زندگی خودشون رو با جدیت تعقیب میکنن و ما هی انتظار داریم و توقع داریم که از اینجا یک گلستانی در بیاد یک بوستانی در بیاد یک مصنوی در بیاد این حرفا نیست حماسه در بیاد این حرفا نیست این چیزایی که شما میبینید تو تلویزیون زن حماسی هستش نمیدونم فلان قهرمان ایده میدم 400 تا مرد دنبالشن واسهش گریه میکنن که از روی تحسین و از روی احترام جون براش میدن اینا اینا قصه در دنیای واقعی اینا نیستش و نتیجه میشه به اینکه یه سری از بچهایی که جوان‌تر هستن هرس میخورن و هی میخوان حال دخترها رو بگیرن هی میخوان اذیتشون کنن من از اینکه حال دخترها رو بگیرم خیلی زودتر از این که شوی پورتونه بخوام شروع کنم دست برداشته بودم بخاطر همین بود که تونستم طاقت بیارم تو سیستمی که همش هیت و هیت که نه هیت هیت و حرارت از روی فرمولای ساده زنونه یعنی حرفی که دختر 18 ساله زنگ میزد به برنامه من که هنوز اگر هم به بره روی نتورک مثلا شبکه در پیت بخواد پخش بشه باز هم همون داستانه این همون سی سال پیش اگه این برنامه 90 سال هم دو بکشه این همون روز اول 90 سالگی دوباره تکرار میشه همون حرفی که از دختر 18 ساله میشنوی 45 ساله میشنوی یه 90 ساله همون حرفو میزنه یه 60 ساله همون حرفو میزنه یه 5 ساله وقتی شد 10 سالش دوباره همون حرفو میزنه به خاطر اینه که این به حرف اصلا حرف زنایی که فکر میکنن نیست حرف سیستم زنون است و من همین باعث شد که من اصلا حالگیری که بخوام حال دختری بگیرم بهش درسی بدم بهش بفهمونم روش کم بشه این اصلا فراموش کردم به خاطر که شما هر چقدر هم کار کنید مثل که گل آفتاب گردون برمیگرده طرف آفتاب شما بخواید روی این گل آفتاب گردون کم کنی با این بازوهای قوی خفتش رو میگیری این گلوی 6 میلیمتری این گل رو میگیری میچرخونیش طرف خودت دوتا فرش فش بهش میدی و ولش میکنی خب چی میشه <تصفح> میشکنه گل آفتابگردون شکست <تصفح> همچی که سالم باشه دوباره برمیگرده اونجا اون کاری بتونه تو باید بفهمی که تو نمیتونی و نمیخواد و لازم نیست حال رو بگیری چرا چون اکثر مواقعی که ما میخوایم حال این نفر رو بگیریم میخوایم خودمون ارضا و اقناع بشیم که من جواب این فلان فلان شده دادم من جلو این کم نیوردم چرا چون این از روی ولیو سیستم مردونه ای تو داره نشد میگیره چیز میشه همون نشد میگیره و ریشه میگیره و تولید میشه و میاد بیرون و این کار رو با یه مردی که با ولی سیستم تو داره کار میکنه انجام بدی این یه اینترکشنیه یه رزوننسیه که پیغام تو رو اون میگیره وقتی من ولی سیستم با تو یکیه تو یه اینجوری بکنی من پیغامت تو میگیرم ولی وقتی من خ... خل... من واسه فرض کنم مرغ اینجوری کنم که پیغام من نمیگیره من واسه این مثلا یخچالی که اینجاست اینجوری کنم که پیغام من نمیگیره چون ولی سیستم من با اون فرق میکنه سیم کشی من با اون فرق میکنه من یخچال کار نمیکنه باید ببینم آقا من میخوام یخچالو یا میندازمش دور یا تعمیرش میکنم این بیسامونده تو برق نیست خب کار نمیکنه میذارمش تو برق ببینم خب این چرا کار نمیکنه این سیمه خرابه نمیخوای میندازی دور میخوای خرج میکنی تعمیر میکنی توقعی که از این داری معلومه تو روی این یخچال رو کم نمیکنی فلان فلان شده اینجا همه نشستی من حالا بلنش شما اینجا اونطور بزنم تو برخ کار کنی نه اون سیستمش اینطوریه حالگیری کردن جواب دادن رو کم کردن از دختر تو رو هرست میده ولی واسه اون هیچ معنی نداره چون تو ولی سیستم تو تعدیب میشه نه تو, تو, تو سیستم خودش کسی رو ادبش میکنن که درد اون ضربه رو بفهمه وقتی یکی درد ضربه ای رو نمیفهمه تو چجوری میخوای بهش ضربه بزنی فقط خودت ناراحت میشی بکوب مش به این دیوار دیوار که درد تو رو نمیفهمه ضربه تو فقط اینجا درد میگیره تمام استخونه درد میگیره ولی اگه به کسی که هم هم لول هم مرام خودت هم هم سطح خودت بخوای یه پیغامی بدی یه زخم زبونی بزنی یه درسی بدی که روش کم بشه اون روش کم میشه به خاطر کن تو اون ولیو سیستمه یا نه اون ممکن روی تو رو کم بکنه حریف تو باشه منظورم زور آزمایی بدنی و قدرت ازولانی نیست ولی کسی که با تو ولی سیستمش نمیخونه تو نمیتونی به جز هرس دادن خودت هیچ نتیجه ای از مقابله با اون بگیری به خاطر همین با زن بحث نمی کنی با زن در جایی قرار نمیگیری که انقدر هرس بخوری که بخوای این هرس رو خالی کنی هر چی بیشتر هرس رو خالی میکنه این بیشتر تو دنیای کاملا کهکشان کاملا متفاوتی من آر فرام مارس آر فرام وینس تو یک کهکشان متفاوتی معدش داره کار میکنه و اون همون کار کردن معده اون رو دیوانه تر و عصبانی تر میکنه یا خودتو میزنی میکشی یا اونو میزنی میکشی یا یه بلای سری یه نفر دیگه میاری یا یه ناراحتی روانی به وجود میاری این قسمت های سنگین و بدشه قسمت های کمترش هم دلخوری و ناراحتی و اطلاق و وقت و عصبانیت و دعوا و غر و چهارتا رفیق و اینا به هم ریختن و نمیدونم ب... به خاطر که یه دختری با یه دختر رفیقت بوده یا با کسی دیگه بوده حالا اومده با تو یا چون با تو بوده رفته با اون این اصلا نمیفهمه معنی این که من با تو رفیق بودم حالا رفتم دارم با رفیقت میخوابم نمیفهمه معنی این چیه برای مرد نمیفهمه معنی این چیه به خاطر همین خود اصلا در هیچ جایی نباید بذاری خیلی مردا فکر میکنن رفتارای زنونه ای که یه زن میکنه نشان دهنده ارزش و مردونگی و غیرت و احترامی هستش که این مرد داره زن یا رو رفته با فلانی خوابیده رفته خوابیده باشه خوابی چه رفته من داره میخواسته نره یا حرزه بوده یا بین من و اون یه مشکلی بوده خواسته بره بخوابه حالا بخوابه یا خوشتیب بوده یارو یا زن ضعیف و نفس بوده یا هر چی که بوده یا نه همه اینام هم خوب بودن دلش خواسته بره اون امتحان کنه خب به من چه ارتماد پیدا میکنه غیرت من چرا خورد میشه موقعی هستش که من خرابکاری آدم خراب... خرابکاری کرده باشم از رو عرضش های خودم اومده باشم پایین اون مرد بین من اون مرد معنی بی ارزش شدن یا بی احترامی می میشه اونم تو دنیای مردون است زنه وقتی این کار میکنه خودش اصلا نمیفهمه یعنی چی به هزار یک دلیل اگه زن این کار بکنه تو یکی اون دلیل رو نمیتونی بفهمی به خاطر همین هم هست که نبود انقدر نزدیک بشه از روز اول ما تو پرچونو گفتیم آقا تو بذار تو شیشه فاصلتو رو حفظ کن با دختر با زن که اون تامای که قشنگ و خوبه قشنگ و خوب باشید با هم گرماشو بتونه حس کنه گرمای قلب تو حس بکنه از پشت اون شیشه ولی چنگش به اون نباید برسه همینطوری هم به دخترام هم همیشه من میگم همین کارو بکن که مردم این کارو نتونه با تو بکنه مردی نتونه چنگ بندازه و قلب تو رو بکنه ولی گرماشو بتونه حس کنه حس کنه اگه تو آدمی از این قلب گرمی داری محبت داری دوست دوست داشتنی هستی و میتونی دوست داشته باشی خب خوب ولی اگر که فکر کنی من خودم رو در اختیار رو اون بذارم ولی سیستم اون به این چون نمیخوره کارهای این برای اون معنیه و کارهایی که برای اون خیلی مزره برای این معنیه. یعنی همه چی کشک یعنی تو باید فاصلت رو نگه توقع نداشته باشی تعهد ندی و تعهد نگیری چه از زن تعهد نمیگیرن تو ازدواج تو ازدواج زن این, این ازدواج عظیمی که در طول این در طول این سالیان سال در این کشورها و فرهنگها و مذاهب مختلف قرون اثار اتفاق افتاده این قول چرا از زن نمیگیرن چه قولی از زن تو این کاغذها نوشته شده خرج این آقا رو میده حمایت از دشمن میکنه قول داده آن زمان قدیم مجبور بود الان قول داده که قول میده من به این سکس میدم خب اگه شکمش درد میکنه چی کار کنه اگه کرم داره چی کار کنه من سر کار میرم من قول میدم اگه این پول نداشت من برم میز خونه بابامو بفروشم یا از بابام پول قرض کنم بیارم کار شوهرم را بنزم همچین تعهدی میده من قول میدم از این جدا نشم من قول میدم که تا هیچ حرفی نیست هرچی قول مرد میرسه رو کاغذ اونم میدونن که مرده یه دو روز سه روز یه ما با این زن زندگی کنه اصلا حالش از کاری که کرده به هم میخوره و میخواد بزنه به کوه فرار کنه بعد یه دیگه تعهدی اونجا سوی بچه به دنیا آمده که دیگه بازم ولیو سیستم مردونه اینجا حاکم میشه و ماورای اون کاغذی که اونجا امضا شده این دیگه بابای این بچه هست. اون ور دنیا هم باشه این بچه شه. میخواد و باید ازش نگهداری کنه خلاصه بحث امروز این که آقا جون از زنا دلخور نباشی چون دنیای افکار و ولیو سیستم و ارزش های اخلاقیشون به مردا بسیار بی ربطه هر کی برای خودش و پادشاه و ملکه است تو دنیای خودش نسبت به هم هیچ ریمورس یا یا هیچ ریمورس چی میشه دلخوری و ناراحتی از اینکه من چون رفتار زنونه خودم رو درست انجام دادم و الان ناراحته هیچ ناراحتی زنی همچین ناراحتی رو بهش فکر نمیکنه و قبول نمیکنه و تحمل نمیکنه که من خب زن زن دیگه من کارهای زنونه رو انجام دارم من بچه میخوام من میخوام مادر بشم من میخوام زندگی هدف من زندگی کردن خب آفکورس هدف منم زندگی کردن یه نفر صبح تا شب بره سر کار برگرده بیاد خونه هدف منم زندگی کردنه وقتی تو من سن زندگی کردنه تو باید قول بدی که من اگه پول نرشتم تو پول بیاری خب قول همچه قولی کسی میده حالا خیلی هنری کردی I love to travel <تصفح> <تصفح> نه من همونه دیگه علاف تو مثل که من قسم زندگیه واقعا من از این کارهای خوشک و من قسم زندگی یعنی چی من قسم اینه که من زندگی خوب بکنم دامری زر کار اگه تو ارزه نداری خب من خب مثلا هم زندگی خوبی نخواهم کرد ولی قصدم که اگه تو ارزه داری من زندگی خوبی بکنم <تصفح> مثلا این you want cookie؟ این جایزه میخوای بیبی برای هم چیزی و خلاصه هیچ کدوم هم از این طرفه این که در واقع در واقع ولی سیستمشون با هم دیگه زمین تا آسمون کهکشان تا کهکشان فرق میکنه هیچ کدومشون احساس بدی از این نمیکنن که من چون زنونگی خودم رو انجام دادم الان اون مرد ناراحته من چون این پسره حالا منو دوست داشته بدبخت یه لاغبا نه خونه داشته نه ماشین داشته نه درآمد خوبی داشته نه یه خونواده پولداری داشته حالا من با این دو دفعه رفتم خوابیدم دو تا قربون برم من بهش گفتم این انتظار داره که من بچه هامو تو یه خونه حلبی آباد بزرگ بکنم خب هیچ خواستگار رو خوب پیدا کردم رفتم باید. کار دنیای زنانه خودش چه کنه هیچ احساس ریمورس ناراحتی دلخوری و افسوسی نمیخوره ریمورس میشه افسوس افسوسی نمیخوره از اینکه من اینو گذاشتم پایین دامپش کردم خب اینکه همیشه همینجوری بوده خب بخاطر همین تویی که اشتباه میکنی و تعهدی به خودت میدی که اون آدم تو دنیای تو بخواد آپریت بکنه و دنیای تو رو اغنا بکنه همچی چیزی نمیشه خب دوستان عزیز یک ساعت رو من زیر زدم که یعنی ب... <laughs> آن رکورد <laughs> یک ساعت گفتیم نر... <laughs> <یک ساعت روپ> که اگه دوستان میخوان شرکت کنن تو این برنامه از شاپرخان آقای دشپور عزیز خواهش کنیم که زوم رو وصل کنن الان اگر دوست داشته باشید رو زوم بیایید که بسیار بسیار ما افتخار میکنیم با شما حرف بزنیم صداتون رو بشنویم و نظرتون راجع به برنامه امروز و صحبتی که من امروز شروع کردم بدونم نظرتون چیه چه تجربیاتی در این زمینه دارید Uh, چه چیزایی رو مسلما صد درصد من نگفتم حالا وقتی برنامه تموم میشه تا هم گفته ای اینو نگفتم رو نگفتم و میخواید اضافه بکنید به این صحبت ها و کجا به نظرتون اشتباه میکنم کجا به نظرتون ناجور گفتم به هر منتظریم که شما بیاید تو این برنامه و در واقع برنامه رو تکمیل کنید تماس زوممون به زودی وصل میشه ایشالله تا چند ثانیه دیگه و ما از شاپرخان خواهش میکنم که اگر میشنون صدای ما رو زوم و وصلش کنن و ما منتظر تماسشون هستیم ضمنا تا تا زوم وصل بشه شماره تلفن ما هست 310 896 75 24 میتونید همین الان زنگ بزنید و رو ایر باشید با هم صحبت بکنیم یا به همین شماره به واتساپ تماس بگیرید تماس مستقیم ۳۰۰، ۷۵، روی واتس اپ رو همین واتس اپ اگه یه مسیج بدید هر موقع که برنامه رو میبینید اگه زنده هم نبود برنامه یه مسیج بدید من اسم شما رو جز گروه واتس اپ قرار میدم که پیغامای برنامه و اینکه برنامه بعدی کی هست یا موضوع چی هست بر صورت این پیغامای شوی پرچونه رو روی واتس اپ به شما برسونیم 310 96، 75 24 بعد خب این خود کمش کنیم دوستان عزیز تشکر کنیم از سپانسرهای برنامه یکی از سپانسرهای خوب ما آی خسرو مترجمی عزیز از تی وی باکس ایچ دی هستش تی وی باکس ایچ دی برنامه پرچونه رو تلویزیون 24 ساعته پرچونه رو روی سیستم تی وی باکس ایش پخش میکنه و شما میتونید با خریدن استک ایش آی که یه آنتن کوچیک هستش ایش دی آی میشه به ورودی ایش تون یا با خریدن تی وی باکس خود باکس تی وی باکس فکر کنم 245 دلار قیمتشه در آمریکا که از تارگت و بسبای گوشی نگرده لطفا گوشی نگهدار در آمریکا از تارگت و بسپای میتونید بخرید و برنامه کانال های بسیار زیادی رو روی تیوی باکس HD دی میتونید ببینید تشکر از تاکان تیوی دات کام فود تیوی تونی فور دات کام رادیو تلویزیون پنجره ها و دوستانی که تلویزیون و رادیوشون رو از گروه پرچون و میدیا تهیه کردن شما میتونید تلویزیون یا رادیوی سراسری ایش دی داشته باشید شوی پرچونه بفرما با بهروز روئر هستی الو صدا میاد بفرما با بهروز روئر هستی قربان رزا جون بفرما بفرما روئر هستی برامه امروز من یاد یکی از بچه ها اندا بله هفته یه دو هفته سنسه پیش بوده چی که بچه ها از کانادا زنگ زده بود اومد گفتش که من پنج شنبه با دوست دفترم قرار گذاشتم و اونم چیز کرده به اون معروف کنسل کرده و دا گله داشت از دخترهای خوشگل میگفتش که دخترهای خوشگل همیشه نماینده اولزی هستن میگم شما خودت میگی میگفتش که آدم اولزی قط وست میشه شما ایران هستی از کجا زنگ از, از... صدات قطع وصل میشه نمیتونیم صحبت کنیم داداش صدات قطع وصل میشه صدات قطع وصل میشه بله فکر کنم اینترنتشون ضعیف بود میتونید مستقیم تماس بگیرید 310 896 75 24 الو آقا صدات چطوره صدای بار میشنوی بله میکنم قرار شد این یکم ضروری کسی من سریع حرفم رو یه دقیقه تموم میکنم و رفت زحمت کنم بگید. در حقیقت ما مردا نباید نه قولی به زنا بدیم حرف شما درسته نه حرف ما نباید قولی به زنا بدیم نه رو قول زنا به قول معروف حساب کنیم از این بابت هم نباید ما قولی به زنا بدیم که حالا درسته شاید از طرف اون زنا قولشون براشون مهم نباشه ولی چهار تا مرد دیگه یه دفعه میشنون میگن ای این چه آدم عوضی بودش مثلا همچین قول مثلا ازدواجی داد به این دختره و رفت که رفتش از اون بابت هم باز لخت دل یه دختر شکندی و اشتباه هستش نه قولی بده و نه اینکه رو قول دختری حساب بود البته قول دختر زمانت اجرایی نداره کسی هم که قولش زمانت اجرایی نداره شما اشکار از شماست اگر بخوای اون قول قبول کنی دقیقا. نه قولی بده نه قولی بگیر نه از این دختر بخوای که مثلا به تو خیانت بکنه یا نکنه نمیدونم نه تو خودت همچی قولی بهش بده بله ضمنا دختره عزیزم باید بدونن قول پسرها هم در رابطه با اینکه من با تو ازدواج میکنم یا نمیکنم وقتی به شما قول میدن اونم زمانت اجرایی نداره ما وقتی میگیم اون قولی که زمانت اجرایی داره موقعی هستش که طرف اجبار داره و طرف دست و پاش روی اون قول بسته است شما نباید قول بدی نباید قول بگیری کسی که از شما خوشش بیاد عاشق شما باشه و بخواد با شما ازدواج بکنه اگر پرچونه گوش نکنه و در یک کره دیگه زندگی بکنه و این آن رو ندونه اون خودش میاد و شده پاشنه در رو میکنه و شما خودش حتما تو این چاله بدبختی میندازه و کاغذار هم همه رو امضا میکنه قول لازم نداره دقیقا کاملا درسته زمان های هم سر قرار یه موقع بچه ها میرن من میبینن میگن طرف آقا ما آره ساعت دوازده باش قرار گذاشتیم ساعت دوازده و نیم اومده آره اینا همین جوری هستن کلا اصلا خیلی طبیعتشونه ناراحت هم نشو ازشون تو هم ساعت دوازده نرو سر قرار ساعت دوازده و 20 دقیقه برو سر قرار یا میتونی این کار دیگه بکنی بگی ببین من حوصله ندارم من دوازده میام دوازده و ده دقیقه میرم میخوای بیا میخوای نیا وقتی شما دوازده در دقیقه رفتی اون خانم یا نمیاد که خب هیچی واسه اهمیتی نداره یا میاد و مسخره میشه یاد میگیره که دفعه دیگه یا باشه با شما قرار نذاره یا وقتی میقرار میزه سر موقع بیاد شما باید محکم باشی دهیران. بله با محکم باشی ولی از طبیعت پرف اصلی که از طبیعت زنونه اصلا نباید ناراحت شدش از هیچیشون نباید ناراحت شد. از اینکه میشینن با هم دیگه به قول معروف حرف میزنن از اینکه پشت سر تو حرف میزنن از اینکه به قولشون حساب نمیشه و و و و هزار چی دیگه اصلا نباید ازشون ناراحت شد و این قدرت و این دست توه و این قدرت دست توه که چیزی رو که قراره که زنا راجبش حرف نزنن و اطلاعاتی رو که قرار نیست زنا با هم دیگه رد و بدل کنن شما اطلاعاتو به اون خانم اولی ندی این دست شماست دقیقا درسته اطلاعات آقا دست نده خودت دار اطلاعات میدی دستش دیگه اطلاعات جوری ندی که فکر آقا آدم داگولی هست یه جور خود نشون که اصلا داگولی بله. همه حرفار بهش بله. هر صفتی هم که دختری به تو داد بی... نمیدونم جدی نیستی بی... چی میگن مسئولیت ناپذیری فلانی این اونی هر صفتی که به شما داد شما به عنوان یه جوک میخندی و میگی که بله دیگه حالا اینجوریه دیگه خدا من اینجوری درست کرده و عکس نشون نمیدی چون همون کلماتی که داره به تو, تو میگه معنیش تو دنیای تو و تو دنیای اون کاملا متفاوته اون اصلا حس نمیکنه که وقتی میگه که یه مردی بی اون بی مسئولیتی برای مرد چه معنی میده و اون بی مسئولیتی برای زن چه معنی میده شما کلا باید بگی و بخندی و و ضمن اینکه بگی آره دیگه خدا دیگه منو اینجوری درست کرده دیگه چیکار کنیم ما دیگه می همین هست که هست دیگه میخوای بخونه نه وقتی هم گفت بله من اینو میخوام و من میپرستم تو رو و من تو رو قبول دارم با تمام زیبایی های وجودت شما هم میگه خیلی ممنون شما هم خیلی خوب هستی ولی کاغذی امضا نمی کنی دقیقا, دقیقا. کاغذ امضا نکن آزادی راحتی تا آخر عمرت بله و هر اتفاق ام چه اتفاق خاصی نیفتاده دیگه کمی تاخر... زیادی پیش بیاد امروز پول داشته باشی نداشته باشی هیچکس کس از هیچ توقعی نخواهد داشته تا آخر عمر تمیشه دختر, ده. دختر ده. هست تا آخر عمر تمیشه دختر نه تا آخر عمر تمیشه دختر هست و همیشه مواظب باش که اون ده ده موقع. میگم تا آخر عمر تمیشه دختر هست و همیشه یه نفر هست آب دستت بده خیال جمع باشه دقیقا هست فقط پول تو جمع کن واسه خودت و اون وسط میگم فقط حواست باشی که اون دختره یه موقع کاندوم چیزی پاره نشه فراش بگی تا حالا دیگه بیاد بیای منو بگیری و حواست به همین باشه دیگه جنگ دیگه داداش تو دعوا نون حلوا خیرات نمیکنن یه موقع میدی شما یه که چپ زدید دماغ طرف رفت یه موقع دیدی دی اون یه هوک چپ زد دماغ تو رفت تو جنگ دیگه نون حلوا خیرات نمیکنه. نمی. آقا به خیلی خوشحال شدم از صحبتت وقت میدم به بقیه بچه ها. دم شما گرم مرسی خداحافظ بله از روی واتساپ تماس تلفنی داشتیم دوستان میتونن روی زوم بیان نمیدونم که شاپورخان پیغام ما رو گرفته یا نه شاپورخان اگه تشریف داری لطفا زوم رو روشن کنین دوستان منتظر هستن بله 310 896 ۵ 24 داریم راجع به این صحبت میکنیم که ولیو سیستم و دنیای ارزش های اخلاقی زن و مرد با هم دیگه تا مقدار بسیار بسیار زیادی بی از هم دیگه با اون چیزایش که با هم مشترکه انقدری نیست که شما حس کنید که زن و مرد دنیای همدیگه رو میفهمن و هر کسی خر خودش رو میخواد برونه خلاصه فارسیش بگم کلمات قمول سموله به قول استاد سعدی افشار قمول سموله استفاده نکنم هر کی خر خودشو میرونه و شما به خاطر همین در یه پارتی داری شرکت میکنی که در اون پارتی اگه دیدی چیزایی که اونجا هست خوبه در حدی که گیر نمیفتی استفاده میکنی اگرم دیدی نه نیست سعی نمیکنی چیزی رو عوض بکنی روی کسی رو کم بکنی به کسی چیزی یاد بدی راتو میکشه میری تا به پارتی بعدی شماره تلفن ما هست 310 896 75 24 فکر کنم یه مشکلی هست که زوم وصل نشده هیچ اشکالی نداره منتظر تلفنتون هستیم روی واتس اپ میتونید تماس بگیرید میتونید مستقیم تماس بگیرید اگه مطلبی دارید راجع به این قضیه ولیو سیستم و اینکه دلخور نباید بشی از زن و کارایی که زنان میکنن زنها رو نمیشه شناخت علتش این نیستش که زنا در هزاران پروتکل مختلف عمل میکنن نه زنا رو نمیشه شناخت اینه که تو نمیدونی که دلش میخواد حرفش رو عوض کنه و هر موقع خواست دلش رو خواست که حرفش رو عوض بکنه تو میمونی و تعهده تو تعهد نده ببین چقدر قشنگ میشه همه زنا رو شناخت <applause> راحت میتونی هر موقع کاری خواستی کاری داشتی احتیاجی داشتی دوستی خواستی بکنی با هر زنی با هر کسی در حدی که تو اسیر نشی و در حدی که البته دوستمون درست گفت کاندوم و موازه باشی که پاره نشه و همه اینا به جای خود شما همیشه برای برگشتن و فرار و خالی کردن میدون برای خودت همیشه فرصت بذار خالی کردن میدونم هیچ ربطی به شرافت و تعهد و مسئولیت پذیری نداره تا موقعی که تعهد نداده باشی تعهد هم آدم محتاج بدبخت بیچاره ای که دستش به جایی نمیرسه و میخواد از ترحم دیگران استفاده بکنه تعهد میده که بگه من تعهد میدم که آدم خوبی هستم نمیدونی که این تعهدی که میگی تا آخر عمرت تو باید کار کنی از زیر سنگتن سنگ, سنگ قبل باید یه شیار چار اینچی باید باشه که اینجا چکی که چاپ میشه چک بازنشستگیت از لای سنگ قبرت همجوری بیاد بیرون بره به حساب بانکی خانومت چون تو تعهد دادی تعهد میدی میگن آقا میخوای دختره به دست بیاری برو تقاضا ازدواج کن بدون تو قصد ازدواج من اف کورس به خاطر اینکه بدونه که تویی که به درد اینکه از پنجره خونه بیاد پایین ساعت سه شب باباش بخوابه از پنجره خونه بیاد پایین بیفته دستش بشکنه زخمی بشه که بیاد تو اتاق تو و ساعت پنج و صبح برگرده تو ارزش این کار نداری در صورتی که حاضر باشی این عمر حمالی کنی دیگه الان هم بیسته هش دیگه موقع ازدواج کردن و بچه دار شدنه اوکی حالا میشه در کنار چون دنیای مدرنه دنیای قدیمی نیستش که زمان قدیم مثلا فرض کن 50 سال پیش یه دختری حالا ممکن بود یه دوست پسری هم داشته باشه چهل سال پیش مثلا فرض کن ها دختری دوست پسری هم داشته باشه حالا باهاش هم رابطه داشته بوده حالا بعدا هم دیگه به هم خورده حالا نشده اون میخواسته ازدواج کنه اون فلان اینطوری نشده اینا دیگه دختری شوهر میکنه ازدواج میکنه و دیگه تموم میشه این داستان الان نیست الان دختری که شما هر سلام میگی قرار میذاری دیت میاد سکس میکنه دوست دخترت میشه هر هر سمتی رو که میگیره هر اینتراکشنی که بینتون انجام میشه این دختر از میان لایه لایه صداها پسر این دختر چند ثانیه ای مثل یه شناگر میاد یه نفسی بکشه دوباره میره اون وسط شنا میکنه رو سوشال میدیا هست رو 18 تا پروفایل و اپای مختلف هست روی کامیونیتی خودش هست آدمایی که فیزیکلی نزدیک خودش هستن دانشگاه هستش محل کار مدرسه است استخر چه میدونم پارتی این آدمای دورور خودش هستن و هزار تا پسر و فیسبوک و این و اون و اینا هر کی داره چیک 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 مثل یه اووال در نظر بگیر او یه اووال یه تخمک میلیون ها سپرم داره به سمتش حرکت میکنه با سرعت بسیار زیاد از مر لایف اند دث موضوع مرگ و زندگیه یعنی به حالت مرگ و زندگی اسپرم ها دارن خودشون میرسونن به اووال هر کی رسید به اووال اووال رسید هر کی نرسید مرگه اینجوری پسر داره هر دختری داره وول میزنه توی هر سوشال میدیایی هر جایی که میبینی یه دختری تو تندر عکسش هست این تو تندر هست تو کیوپد هست تو کوفت زرمار هست تو فیسبوک هست تو این سا هست تو تلگرام هست تو کوفت زرمار نمیدونم وان و فلان و دو و سه و همه همین هم جور هست نه تنها یه اکاونت چهار تا اکانت هست چون چیز لذیذ زیبای خوشمزه نظیری به نام اتنشن که اون موقع دختر باید سه ساعت آرایش میکرد چهار ساعت وقتش رو میگذروند میرفت با یه مردی برخسیم و بگردیم و بخوابیم و سکس داشته باشیم تا اتنشن از اون بگیره در چهل سال پیش و در سی سال پیش و در بیست سال پیش اون دختران نشسته با پیجامه با یه جوراب معمولی تو تخت خواب خودش داره کاراش انجام میده اینجام هم چیک 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 چیک, چیک میزنه روی اینا اتنشن ها رو میگیره شما نمیتونی این دختر رو ورداری و forsaking all others توی <laughs> توی wedding vows توی تعهدات ازدواج میگن until death for better for worth for kiss, forsaking all others until death do us part همه رو کنار میذاریم در خوش غم و شادی با هم هستیم تا مرگ ما رو از هم جدا کنه نه خیلی همچی چیزی نیست شما اصلا از هم جدا هستید As we speak As are lying together in the bed As are having sex As are eating together out شما با همدیگه دیگه اصلا هم جدا هستید همین لحظه این تلفنش داره می تپه مثل سازمان نسا و CIA همینجوری اینفورمیشن میاد توش میره بیرون تو بگی این دختر بده همه اینا رو بذاره پایین برای تمامی عمر فقط با تو یعنی خودت اگه همین حرف را که من گفتم اگه یه بار دیگه گوش بدی میخندی که دختره که احمق نیست یک و از همه مهمتر تو دو ولیو سیستم تو نیست تو دنیای تو نیست هر کس این کسایی که اینا که 400 تا پسری که دارن وول میزنن مثل اسپرم در اینجوری میدوان به سمت اووال بیان و هر کی میخواد فرو بره زودتر اینا که خب بالاخره 50 درصد اگه خیلی بخوایم عادلانه صحبت بکنیم حداقل 50 تاشون بخشه 50 درصدشون از تو بهترن خب حالا تو اینجا مثلا چیکاره هستی حالا اگه توی بچه خوشی بود توی محله بودی این دخترم از اینجا می بیرون بره مدرسه اش اینجا کلاس زبان اینجا می کلاس شنا اینجا می با, دخ... با با, دو دوست همسایه‌شون با هم دیگه برن اینجا مثلا خرید کنن خیلی خوب تو یکی از چهار نفری بودی که اینجا در اختیار این بود یا این در اختیارش بود یعنی این یعنی چهار 4000 نفر تو این تلفن دارن ور میزنن تو مهم نیست این دختر کجاست پس این فکر احمقانه است که تو بخوای توقعی از دختر داشته باشی دختری که چیزی رو که ذاتش و وجودش کاری نه این دختر هندی اسرائیلی چینی روس آمریکایی مال کجا هست ایرانی ارمنی چه میدونم هر جای دنیا هست مکزیکیه <تصفح> هیچ فرق نمیکنه این آرزوی دختره که زنه که اتنشن از مرد بگیره سرویس از مرد بگیره و به هدفهای خیلی ساده انگوش شماری که برای هر دختری از ازل تا ابد مطرح بوده به یکی دو تا سه تا یا همشون با هم همین سه چهار تا برسه توسط قدرت مردا اگر هم با توسط قدرت خودش باشه با مرد هیچ کاری نداره چون نمیخواد قدرت خودش رو و پولش رو با مرد شر کنه صحبت چه قبلا کردیم خب پس این این دنیا رو این دختر بذاره پایین بیاد با تو چون مثلا حالا مثلا تو بهایی اونم بهاییه یا مثلا تو یهودی اون یهو... تو مسلمانی اونم مسلمانه یا چون تو دختر خالت و با این خانوم رفتن مثلا دانشگاه با هم درس خوندن الان دیگه این همه مرد و ول کنه بیاد با تو نمیکنه کنه همچی, خبری نیست تو فیلم تو فیلم میبینی تو فیلم میبینی ولی خنده و بعدم فراموشی شوی پرچونه بفرما با بهروز رویر هستی خوش آمدی سلام آقا بهروز و خدمت همه بیننده و شنونده های پرچونه فرزاد هستم بفرما فرزاد جان آقا خواهش کنم دو تا مطلب دو تا کلمه گفتی من یاد دو تا مطلب این داخلی. یکی اینکه یه برنامه داشتی یادم توش تعریف میکردی که در خیلی از مواقع خیال میکنن پسرا حتی همون که میرن دهن طرف رو سرویس کنن یا مثلا ضربه بزنن چون که طبیعت خود دختر و زنه نشناختن در خیلی از مواقع خیال میکنن اینجوری قضیه در صورتی که به نظر من همون قیمه برای خیلی ها و جزء بازیه همون وقت همون اعصاب خوردی همون انرژی که میذاره به قول خودشون ستراگل میکنه ستراگل تلاش میکنه تقلا میکنه برای اون که حالا هر طوری که شده یا دوباره کانکشن رو برقرار کنه یا ضربه بزنه همون هم جذابیت داره یادم یکی از شما میگفتی که اگر سر قضیه شما سکته کنی بیفتی بمیری بالا سر قبرت بیاد اشک هم بریزه از اون اشکی هم که میریزه یه سری ها اصلا لذت میبره بله چه کار داره سیستم شما <تصفح> بله. چون تو دنیای تو نیست متوجه تو دنیای تو نیست و چون تو دنیا <تصفح> دنیای تو نیست چون چون توی چی نیست صدا تو،, شدیل هست. تو دنیای تو نیست من داشتم یه کار اینجا میکردم خواستم اشتباه نشه آه. تو دنیای تو نیست درست اونه که میبینی طرف توی کلاب غش میکنه به خاطر اینکه ببین تو اگه تو کلاب غش کنی بیفتی یا یه مرد ببینی تو کلاب غش کنه به آقایون بر نخوره من منظور مرد استریت گیو نمیگم اگه یه مردی تو کلاب غش کنه بیفته مردا میفهمن این از بیچارگی و بدبختی و یه مرضی غش کرده افتاده و مرد همیشه تو کلاب قش نمیکنه تو مهمونی قش نمیکنه دعوا میشه مرد قش نمیکنه بیفته پایین و بسیار مردهای هستن که از لحاظ بدنی بسیار هم ضعیفتر از زنها هستن و بازم اونا قش نمیکنن بیفتن پایین ولی اگه قرار بشه یه جایی یه چیزی میشه دختره قش میکنه میفته پایین اون تو مغز من و تو به صورت دیزاستر و ناراحتی و آدم محتاج به کمک تو تو مغز اون برای بازیه منظور من این نیستش که شما هر کی قش کرد افتاد زمین از پلوش رد و بخندید و نه ممکنه واقعا بله. خانم مثلا مشکلی داشته باشه یه ضربه ای تو سرش خورده حالش به هم خورده فشارش افتاده افتاده زمین قش کرده منظور من همه زنان نیست و همیشه نیست ولی معمولا وقتی تو این مسائل پیش میاد به خصوص در سین دیتینگ سین پارتی سین فلان اینا این یا به دلایل مختلف که ممکنه این اتفاق قصدی انجام بشه اون تو اون دنیایی که تو, تو هستی قش نکرده تو دنیای خودش قش کرده که لذت خیلی مسائل رو بیشتر کنه ضمن اینکه تمام ناراحتیایی که به مردایی که میرسه از به ازای اون قش کردن اون برای اون بیهمیت و بازیه بله و بله. یه مورد دیگه هم که تو همین رابطه تفاوت دنیا هستش خیلی ها که البته اینم جز من فکر میکنم خیلی هاشون میدونن ولی خب وانمود میکنن که نمیدونن خیلی رو جذب میکنن به سمت خودشون حالا با هر که هست و بعد میگن که شما سیگنال اشتباه گرفتی اینم مال بیشتر تفاوت دنیا میتونه باشه به نظر من ولی سیگنال اشتباه فرستادنم اگه یه دفعه کسی فهمید سیگنال اشتباه میفرسته نتیجه میشه خب دفعه بعدی نمیکنه ولی اینم هم جزو همون بازی هستش من فکر البته کنم. البته و سیگنال اشتباه گرفتن موقعی هستش که آقا یه خانومی داره برای خودش از اون طرف خیابون رد میشه و لباس شیک پوشیده و یه مردی بوده بوده میره دنبالش میگه تا حتما لباس شیک و پوشیدی که مثلا من یا یه مردی بیاد دنبالت مرد. خب حالا از ممکنه برای اینکه جذاب باشه نپوشیده باشه ولی در از اون برای خیابون رد میشه بخاطر که تو بیای دنبالش نیست ولی اگه زنی تو کافی شاپ جلوت نشسته هی نگاهت میکنه هی پاش رو پاش, رو پاش عوض میکنه زیر دامنش نشون میده این داره کرم میرزه به تو در نتیجه در نتیجه شما اینجا یه اینجا وکتمی شما اینجا یه قربانی هستی که اگه بخوای اکت بکنی و بری جلو و اپلای بکنی احتمالا مورد طبعاً. بازی قرار میگیری که تو آدم متجاوزی هستی سیگنالو. زن آ... سیگنال اشتباه گرفتی مردا نمیدونم یه زن نمیتونه برای خودش بشینه اینجا حالا چون من پامو رو پام انداختم عوض کردم پس تو باید بیای با من حرف بزنی یا نه یا که نه ممکنه واقعا میخواد تو رو بکشونه جلو به خاطر همین من هیچ موقع توی این سیگنالا نمیرم من خیلی راحت با هر کسی حرفم رو شروع میکنم و بلافاصله اون خیلی دخترها در خیلی جای دنیا بعضی از فرهنگ اینطوری هستن که دوست دارن طرف خودشو بکشه بالا پایین بره چلنج بکنه تا اینا رو به دست بیاره من هرگز توی هیچ نمیرم هر فرنگی میخواد هر کس داشته باشه یه فرصت میدم صاف و ساده راحت بگو بخند لبخند سری میرسونم موضوع رو به اینکه شماره تلفن تو بده یا بگیر یا هر چی و به جواب نه یا بله در اصل وقت میرسونم چون جواب قبل از اینکه من با اون خانم حرف زدنمو شروع کنم حاضر بوده به خاطر همین من اون فرصت رو برد. به کسی نمیدم این بازی رو سر من انجام بده احتمالا آقا به روز تون که میفرمایین این واژه ناز خیلی جایگاه ویژه ای داره هم برای خود دختر هم برای پسرها که تو مخشون بکنن ناز و یک کلمه جایگاه مقدسی براش قائلا فکر میکنه ناز در, در میدلیست فراغونه در ترکیه برد. و چه میدونم گرجستان و ایران و تمام این کشور این خطه اما عرب... عرب، کشور عربی و اینا ناز یه چیز خیلی متداولیه و ناز کشیدن و ناز خریدن همونی میشه که تو وقتی ناز میکشی داری در واقع هر دفعه داری تحکیم میکنه این قضیه رو که تو هر دیمندی بکنی بر من قابل قبوله چون من دویدم خودم رو کشتم ده دفعه جنگ کردم تا برسم حالا من کیم که بگم آقا مهریه انقدر میدم یا مهریه انقدر نمیدم من کیم که بگم من خرجای تو رو نمیدم اگه تو دوست دختر من بشی من این هم خودم رو کشتم ناز تو رو کشیدم خب این قضیه ناز یه برگ برنده بازنده برای مردا برگ برنده برای زنا که نگه که آقا اینجا دیگه زن و مرد مساوی نیستن اینجا دیگه زن و مرد صاحب حق و حقوق و مساوی اجتماعی نیستن زنه باید تا اونجا که بگه بگه نه که اون اگر واقعا اینو میخواد بیاد و خودشو بکشه برای این که این چیزی هستش که من یکی از دلایلی که من از دخترها بدم نمیاد و متنفر نیستم و ضربه نخوردم و دستشون هزار تا زخم نخوردم این که من تو ناز نرفتم چون این نازی که میکنه معلوم نیست که این ناز میکنه که تو رو تشویق کنه که دفعه چهارم پنجم به جواب مثبت بده یا نه تو رو خسته کنه آخرش تو رو به فش بکشه یا تو رو به کتک بده توسط بله. چهارت گردن کلفت دیگه معلوم نیست که قرار چی بشه بخواد جیغ بزنه بگه این دست سر من ور نمیداره این مرتی که صد دفعه اومده دنبال من معلوم نیست که میخواد چی به تو بگه خب چون آخرش معلوم نیست من اون فرصت بهش نمیدم بخاطر هم همچین ضربه منش دختری نخوردم هر که دختری کول cool بوده و به نظرش من انقدر جذاب انقدر خواستنی بودم شاید خودش یه آدم بی ارزش بی کجوکله در داغونی بوده که مثلا ممکنه من به نظرش جذاب بوده باشم اما کاری به اون ندارم ولی اگه به نظر هر دختری من انقدر جذاب بودم که همون دفعه اول با کمال میل جواب مثبت داده من با اون رفتم اگر نداده من به دفعه دوم اصلا نگاه به اون چشم اون بچه نمی کنم که اگه بخواد حتی جلو من رد بشه خب این فرصت میشه که من هیچوقت یه فرصت اون دختر میدونه که دنبال یه آدم مثل من میگرده من جذابم من خواستنی یا نه که معمولا نه بله بله. <laughs> که معمولا نه ولی اونایی که اونایی که بله تکلیف معلومه و من درگیر ناز چون وقتی یکی وسط ناز میکنه کاری نداره که خودش چقدر کج و است کاری نداره که خودش چقدر نخواستنیه کاری نداره که تو برای رفع کتی این الان ساعت دوست دو نیم صبح یه نفر رو میخوای برای نیم ساعت حال بکنی و داری باش حرف میزنی و نه ارزش دیگه ای نداره کاری به اینا نداره که وقتی لا. ناز میکنه یعنی دختر شاه پریان شما پرنس هستی خب باید اجدها بکشی با به خاطرش به خاطر همین اون فرصت رو نمیدی که هرگز اون بازی سرت پیش نیاد در نتیجه از دختری متنفر نمیشی زخمم نخوردی اون چه من یادم از دخترا یه سری جواب منفیه که من اون آدمایی که من جواب منفی دادن یادم نمیاد و ای مقدار این جواب مثبت که اونایی یعنی که من جواب مثبتم دادنم معمولا یادم نمیاد آفرین یه ناز رو بازم یه موقعیت لوز لوز سیچویشن یا باخت باخت میبینم شما به قول شما اگر که جواب نو باشه بعد از اون همه تقلا کردن و استراگل خب اونجا به احترام زیر سوال میره اگر هم مثبت باشه دوباره یه کلمه دیگه رو برو میشیم به اسم مخ زدن شما میشنوید مخ منو شما زدی بعد اون پسرم خیال میکنه که مخ فلانی زد با این همه تل بعد میره برای دوست داشت تعریف میکنه میره برای بقیه پسرا که شما طرف رو بزنی. این رو بکنید تا مخ طرفو بزنید همچین واژه چرندی و میفروشه واقعا به بعضیا دیگه خب بله مخو زدی حالا چی مثل مونی که شما کنکور شرکت کردی در دانشگاه خودتو کشتی پول دادی سال سالها رفتی کنکور شرکت کردی حالا اومدی در دانشگاه قبول شدی حالا میگی من از این کلاس خوشم نمیاد اگه من تو اون کلاس خوشگل با که کولر داره گذاشتین گوشین نذاشتی من انصراف میدم خب معلومه که مزخرف داری میگی بخاطر اینکه خودت کشتی تا پاد رسیدی به دانشگاه کلی اینجا بورسیه گرفتی حالا ما تا هر اتاق بخوای میندازیمت حرف مغ نداری بزنی بلاهایی که بله بلاهایی که وسط میخواد چیده بشه که تو نمیتونی بگی که این مسخره بازی ها چیه مگه من از سر راه پیدا شدم مگه من حمال تو هستم اون میگه کی بود داشت کوچه به کوچه دنبال من میدوید کی بود رفت با چهار نفر دعوا کرد کی بود به تمام دوستای من مسج داد فلان کرد این کار کرد اون کار کرد یعنی این به قول معروف یو you فوت به قول معروف <تص> 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 بله من یه مطلب دیگه هم شما گفتی هم میشه این دختر هست که یه لیوان آب دستت بده آقا ما توی جمعی بودیم یه سری همکار کار بودن گفتم این حالا برای به جوک بگم بیشتر شروع شد از همین کلی شو چرندیات که کچل میشی و سر سامون زن بگیر سر سامون بگیری و فلان اینا یکیش این بود که آقا پیر میشی یه یکی باشی یه لیوان آب دستت بده یه زن ما فکر کردیم گفتیم که خیلی خوب فرض کن ما بشه 60 سال هفتاد سال هشتاد سال هر چند سال خب اونه هم که ما میگیریم حالا فرض بکن طبق همین فرمولی که همه دارن میرن تو این قضیه داستان یکی دو سال نمایتن سه چهار سال کوچیک‌تر باشه اونم میشه هفتاد و پنج سال هشتاد و پنج سال این طورا و خب اگر من نتونم اون موقع آب دست خودم بدم اونم نمیتونه آب دست من بده من. پس نشستیم که تا از دید اونا نگاه کردیم از دید اونا البته تفکره بعض وقت احمقانه ازیده اونها نگاه کردیم دیدیم ما یه زن دیگهام آقا باید بگیریم چه چی؟ آب دست دو تامون بده. بعد ازم میگاره چه کار می کنیم؟ اونا اونم آب پیر میشه. <تصفح> یه <تصفح> زن دیگهام آقا باید بگیریم که آب دست سه تامون بده. همینجوری ما اینا بستش دادیم آقا میل کرد به سمت بی‌نهایت. دیدیم هرچی زن هست ما باید بگیریم که اینا دست به دست آب دست هم بدن تا برسه به دست ما. یا که نازون یا آذرچی استفاده کن هر مخازی زنگ می‌زنم آب برات بیاره. آره. یکی زن باید بگیر بگو مثلا پس اگه اینجوریه من پنج میخوام هشتاد سال هم باید زنی باشه که سرحال باشه زن 40 ساله زن نه 40. باید زن 20 ساله بره. بگیری در 50 سالگی ساله که هشتاد ساله شد بره. اون بشه 50 سالش هنوز جون داشته باشه یه لیوان آب دست بده آب دست آره. دقیقا مطلب دیگه نیست من از هم تماس گرفتم نتونستم به تماس بگیرم حالا نه زوم قطع زوم قطع من نمیدونم احتمالا ممکنه که از اون طرف اینترنت شاپورخان اشکاری داشته باشه که وصل نشده منم دیگر اون طرف سالون نمیتونم برم زوم و وصل کنم حالا بله. دوستان زنگ میزنم بله حالا زوم هم همین تلفن دیگه اینم هم همین تلفن فرق نمیکنه هیچ اشکالی نداره بله. بله من خدافظی میکنم بقیه دوستان اگر که صحبتی باشه بیان روی لطف کردید خدا خواهش کنم. بله دوستان عزیز داریم راجع به این صحبت میکنیم که take it easy on the ladies قضیه رو رو خانم ها سخت نگیرید رفتاری که خانم ها میکنن از سیستم طبیعیشونه و ولیو سیستمشون و اختلافی که ولیو سیستمشون با ما داره به معنی این است که خانم ها حق و حقوق در جامعه ندارن خانم ها ارزش ندارن خانم ها قابل این نیستن که ما بهشون اهمیت بدیم منظور من اصلا هیچ کدوم از اینا نیست منظور من اینه که شما با کسی که در جهان فکری تو فکر نمیکنه نمیتونی بر مبنای ارزش های خودت قراردادی ببندی مثل اینکه من بخوام به زمان چینی مندرین با مثلا یه شخصی که افغانی صحبت بکنم یا مثلا فرض کنم با یک کسی که عربه در مثلا بغداد زندگی میکنه من بخوام به زمان چینی مندرین صحبت بکنم تازه اگه خودم چینی باشم از دیزاستر و چیزی هم چینی هم نباشم چینی هم دست با شکسته است چینی هم بلد نیستم پس نمیتونم با اونم حرف بزنم پس قضیه نشدنی اون وقت این وسط توقعه که تو میگی من به زبان چینی خودم برای این توضیح دادم اونم سرش رو تکون داد <تصفح> خب معلومه که تو نمیدونی که اینجا هیچ قرارداد و, و هیچ ارتباطی برقرار نشده خب اشتباه است توه کی این وسط تعهد میده کی هر کاری کرد باید مردونه و پای حرفش وایسته کی هر موقع زد زیر هر قولش کسی کار به نداره کی هر موقع اگه گفتش که این به من اینجوری کرد اینجوری کرد من من میخوام اینو ترکش کنم برم حالا نصف خونه رو بدید به من حالا حقوقش تا آخر عمرش چون از ده سال بیشتر گذشته ازدواج ما میدونید که تو آمریکا اگر کسی ده سال ازدواج کرده باشه با کسی زیر ده سال دو برابر مدت باید نفقه بده میگن زنا قوی مثل مردا قدرت کار دارن هیچ کم بود و ارزه ندارن هیچ زن که به مرد احتیاج نداره we don't need a man I don't need a man منظورش اینه که I don't need the man to be in my bedroom when he is paying for my expenses نه که I don't need a man period میگه من به مرد احتیاج ندارم زن امروزی میگه من به مرد احتیاج ندارم منظورش که به مرد احتیاج ندارم که در حالی که داره خرجای منو میپردازه تو تخت خواب منم بخوابه نه که به مرد احتیاج ندارم اصلا. این جای دیگه باشه گروش رو گم کنه خرجای منو بده what دست need say i don't need a man و به خاطر همینم شما میفتی توی تعهداتی که بر مبنای توقعات ناسحیح خودت هستش توقعات ناسحیح زن ارزش قدرت توانایی و همه چیزهایی برای هر کاری بخواد بکنه داره اجازهش هم داره حقش هم من کسی نیستم بگم نداره یا داره ولی ظاهرا داره خب پس دیگه اینجا حمایت نمیخواد تویی که فکر میکنی هنوز چون من قیافم اینجوریه باید چکای بزرگتر بنویسم چون من قیافم اینجوریه باید من میلیونر باشم ماشین لامبورگینی و بوگاتی سوار بشم تا همونی که با یک پسر شر و شور کاپشن چرمی پوش با کمال میل میرفته روی چمنای باغچه پشت پارک خونهشون میخوابیده این حالا باید بیاد گردمد الماس من برای این بخرم تا به این به من بخنده و هر موقع دلش خواست منو ترک بکنه بله مثل که شاپرخان تشریف آوردن و زوم وصله دوستان عزیز میتونید الان روی زوم تشریف بیارید اگر بخواید مطرح کنید مسئله ای رو دیدم چقدر وقتمون مونده بله یه چند دقیقه از وقتمون هست و ان با هم صحبت میکنیم اگر که روزوم خواستید بیاد اگر نخواستید میتونید مستقیم با شماره تلفن 310 896 7524 تماس بگیرید و این چند دقیقه هم با هم صحبت بکنیم شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول اچ دی همینطوری که تلویزیون پرچونه رو میبینید فول اچ دی هست شما میتونید یه تلویزیون 24 ساعته فول اچ دی بدون محدودیت در پخش کوالیتی استوریج نگهداری نگهداری کانتنتتون و فیلماتون آن لیمیتد استوریج لیترالی آن لیمیتد هر چقدر بخواید شما میتونید پروداکشن رو روی کلاود و روی سیستم سرور های پرچونه نگهداری کنید بدون خرج اضافه میتونید با هر کوالیتی و کیفیتی که دوست دارید پخش کنید زمین شنونده ها و بیننده های شما هر جای دنیا میتونن با کوالیتی های مختلف تلویزیون رو داردیو که هفته کوالیتی زیاد مطرح نیست بخاطر اینکه بندویتش خیلی پایینه ولی تلویزیون رو تا 4K تا 8K هر چقدر که تکنولوژی اجازه بده و هر چقدر که شرمندگان شما کشش اینترنت داشته باشن معمولا ما داریم این کوالیتی رو ولی معمولا پرکتیکال نیست عملی نیست که شما با 8K یا 4K بخوای فیلم پخش کنی یا مثلا فرض کن شو رو پخش کنیم الان شوی خودمونم فول اچ دی پخش میکنیم نیم اچ و بعدم SD که برای کسی که کوالیتی پایین بخوام بگیرن ولی تکنولوژیش هست و امکاناتش هست و ما برای اون چارج اضافی نداریم و سیستم ما کمبود قدرت نداره و با تعداد بیننده نامحدود شما میتونید تلویزیون خوب اینترنتی داشته باشید و از هر جای دنیا هم برنامهتون رو پخش کنید حتما نباید از آمریکا باشه شما میتونید هر جا باشید و برنامهتون رو پخش کنید 310 896 7524 take it easy on the ladies It's a nature and a value system issue. موضوع طبیعت زنا به مسائلی که در دنیای مردونه برای ما مطرح با ارزش غیرتی شهرتی البته شهرتی که به پول هست نه شهرتی که پول نمیده نتیجهش پول نیست کارهای غیرتمندانه و جسورانه و حماسی و تحسین برانگیز مردانه و حمایت و جانفشانی و تمام این چیزهایی که مردا براش ارزش قائلن پایداری روی عقایدی که در جنگ اینا رو قرار میده اینا برای زنها پشیزی ارزش نداره بخاطر خاطر همینم هست تو هر کدوم از این مسائل و گرفتاری ها به محصی که گفتی آقا women and children first women and children are before first بود و سوار قایق شدن رفتن زن و بچه ها اول در ذات مرد هست که از زن و بچه ها حمایت کنه در ذات زن هارد بایر نشده جز ولیو سیستمش نیست بعضی زن ها ممکنه این کار بکنن چند تا زن ممکنه بیان خودشون رو فدا کنن که حالا جون چند تا مرد نجات بدن ولی به طور کلی در ولی سیستم زنونه فداکاری برای نجات مرد فداکاری برای حمایت مرد فداکاری برای تأمین تأمین مرد و اینجور مسائلی که برای مرد ارزشمنده و به خاطر همون ما خودمون رو به زنا قوی قدرتمند با غیرت جسور و با ارزش نشون میدیم به هیچ وجه برای زنها معنی نداره خب پس چطور میشه زن و مردی که ولیو سیستمشون با هم هیچ ارتباطی نداره اینا با هم دوست بشن چطور میشه یه زن بیاد به, به یه سری مرد دستور بده که شما چه جوری در این جنگ حرکت کنید یا چه جوری در این حرکتی که اساسا مردونه است یه کانستراکشنه یه جایی است که فداکاری لازمه، زخمی شدن لازمه، ضربه دیدن و صدمه خوردن لازمه، به خطر و ریسک افتادن لازمه برای حمایت از یه سری افراد جلو رفتن و فداکاری کردن لازمه بعد بیاد این به اون دستور بده چطور میتونه این ولیو سیستمی که وجود نداره اون والیو سیستم ران بکنه it doesn't logically make sense زن و مرد میگه ما با هم دوست هستیم زن و مرد نمیتونن با هم دوست باشن نه اینکه پرچونه چون نقطه ایه همش میخواد با زن و سکس داشته باشه نمیتونه درک کنه که در دنیای امروز خیلی مدرن هستن دنیای امروز زن و مرد میتونن با هم دوست باشن با هم دیگه تشیم هستن. نه دوست وقتی یه نفر به هم میشه باید ولیو سیستمش با اون بخوره تو من یه چیزی نشون بده که در ولیو سیستم مردونه و ارزشهای های اخلاقی مردونه با زن مشترکه سر همون موضوع با هم دوست باشن حالا شاید هست من نمیدونم من که علامه نیستم خدا نیستم از همه چی هم خبر ندارم شاید هست چیزایی در ولیو سیستم زنونه که با ولیو سیستم مردونه از لحاظ ولیو مساویه نه از اجبار یعنی زن و مرد با هم دارن زندگی میکنن زنه به خاطر که حمایت بشه خرج زندگیش داده بشه بچه هاش حمایت بشه میاد با این مرد واسهش غذا هم درست میکنه باش سکس هم داره حرفش هم گوش میده میگه اینجا نرا نمیره میگه اونجا نرا نمیده حرفش گوش میده یعنی خرج کنه این پول اینو بده زندگی رو به شرخونه خرج زندگی رو بده خرج زندگی رو نده نمیاد زنش بشه اختی هم که بعدا نداشت بده یا میره اگرم فرار کرد رفت و شوهرش هم, هم ترکتیش که بهش نمیگه چرا تن چه, چه زنه بی غیرتی حالا زن شوهر پول نداره نداشته باشه حالا چهار تا خواستگار پول داره دیگه داری هم وسط میمیرن خب باشه آدم غیرت داره شوهرش نگه هم میداره هیچ زنی نمیدن چیزی به دیگه نه هیچ سفره ای خب پس اونم که نیست ولیو سیستمش هم که هم نمیخوره پس چطور میتونه با هم دوست باشه چطور میتونه با هم همراه باشه این قرار داده که میبرده میگه من میخوام سکس داشته باشم چه میدونم غذای خونگی بخورم تنها نباشم نمیدونم این نفر آب دست من بده که اونم اشتباه میگم اتفاق نمیفته تو خیال میکنی انقدر توهین بهت میشه که به مرگ راضی خواهی بود تا اگه اونم یه پیرزنی مثل خودت دو تا پیرمرد پیرزن ننشسته باشین یه گوشه خانه سالمندان بگذریم حالا همه اینا رو اگه تو عمرت بکشه تا اونجا حالا اگه همه اگرهایی که میگن اگر عمه منم نمیدونم فلان عمو میشد اینا اینا هم به همون درجه هستش خب پس چطوری میتونیم با هم دوست باشه چجوری میتونه ارزش اونو این فالو بکنه چجوری میتونه این به اون دستور بده زمینی که پسرها نمیخوان با دخترها بازی کنن یه جایی که همه مردم نمیخوان یه زن بیاد تو اون کار با اینا کار بکنه نمیخواد زن بیاد به اینا دستور بده به همین دلیل یه جایی که مجلس زنان است مرد را نمیدن فکر اون زنا که مثلا تو مجلس زنان خجالت میکشن مثلا اگه نشسته باشی داره با فیفی حرف میزنه مثلا پاشو ببینه یه مردی وای من خم میشم پهلو معلومه فکر میکنی واسه این اگه اینجوری که بچه کنار دریا لخته چه دیگه همه لباس همه لخته چه 6 میلیون عکس لختی رو فیسبوک هست این احساس است از این خجالت نمیکشه که مرد پاشو ببینه یا مرد مثلا پشتش رو ببینه یا خم میشه مثلا پهلوی لباسش معلوم باشه نه مجلس زنونه جایی که زنها با ولی سیستم زنونه با همدیگه دارن ساعت خوشی رو میگذرونن با همدیگه از اینکه با همدیگه تبادل و, و اختلاط و اینتراکشن بر مبنای ولی سیستم خودشون دارن دارن ساعت خوشی رو میزنن دادن یه گردن کلفت سیویله پشمالو رو واسه چی میخوان اصلا نه سیویله پشمالو هم نباشه واسه مدل باشه کاریش ندارن که این نمیفهمه حرف اینا رو اونا حرف اون رو اون اصلا اهمیت نمیدن اون اگه بیاد جمع اینا خراب میشه همه باید بشن علکی هیچ کاری نکنن ادا در بیارن نمیتونن خودشون باشن چرا چون و تو جمع خودشون مرد نمیخوان ولی زنان انتظار دارن که مردا وقتی دارن کارهای عظیم و خارق ای مردان رو انجام بدن اجازه بدن زنا بیا مدیریت بکنن اونا رو من نمیفهم این چجوری میتونه عقلی معنی بده اجباری معنی میده ولی عقلی معنی نمیده خب به خاطر همین من زیاد چرت پرت امروز گفتم ولی خلاصش اگر شما توقعت از هر موجودی از هر موجودی نه فقط انسان از این بخاری یا این یخچال یا از این دوربین یا از گربه یا از گل یا از هر چیز دیگه از مرد یا از زن بر مبنای واقعیت وجود اون باشه شما از اون دلخور نمیشی یک از اون مهمتر از اون که از اون صدمه نمیبینی توقع بی خودی از اون نداری برنامه های ناسحیح نمیریزی و راه زندگی خود خراب نمی کنی و بی خود تو سر خود نمیزنی بیماری روانی نمیگیری و زندان نمیفتی به عنوان جنایت و ریسترینینگ اوردر رو سرت نمیاد به خاطر سر این زنه داد کشید اصلا واسه سر زنه داد بکشی واسه چی داد بکشی داد کشیدن تو خودت از اصلا ناراحت میکنه اونم خوشحال میکنه <تصح> در اینجا داد برای چی بکشی سرش یه ریسترینینگ اوردر هم میاد 18 سال دیگه شما میخوای بری یه جاب بگیری خودت جر دادی که اونجا بگیری رسترین آرده ما Do you have a restraining order in, city? in Utah, ha, حالا بیاره باقالی با چه توضیحی میخوای بدی به اون زنی که این رسترین آرده از کامپیوتر درآورده داره به تو نشون میده تاریخ اون رسترین آرده موقعی بوده که این زن سه سال و نیمش بوده چی میخوای به این دوزی بدی؟ تصمیم اون بر مبنای چه چرند و چه واقعیتی میتونه باشه همش به خاطر اون ریستورن اوردر به خاطر نفهمی تو که زنی که جلوته تو این دنیا نیست دنیای خودشه تو عصبانیت تو به اون نمیرسه درس به اون نمیتونی یاد بدی خب داد نمیزدی میگفتی قربونت برم هر موقع دوست داری بیا خونمون فردا شب 20 خبر یه هایی خانوم آرش کرده و شیف کرده و آماده میاد در خونتون یه دختر دیگه تو خونتونه تو هم در واز نمی کنی تمام میشه میره پس کارش خب دعوا نداری به تو قرار میذاره فلان روز من میام از این شهر به این شهر خونه شما مسافر بعد نمیاد شما فرض کن نمیخواسته بیاد شما اصلا فرض کن وجود نداشته وقتی میگه گفت تو میشنوی منم زیاد ویر زدم زیاد زر زدم خودم هم خسته شدم دیگه حالم داره از صدای خودم خودم به هم میخوره هفته آینده یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس منتظر تماس های شما هستین تشکر از تمام دوستانی که تو این برنامه شرکت کردن خدا نگهدار